سوالات مربوط به شرکت تو جایگاه شغلی جواب های کامل و جامع تو این قسمت داده میشه. سوال مربوط به نظرات و علایق که جواب خیلی کوتاه باید باشه. سوالات مربوط به رزومه تو این موارد گفته میشه. بعد از اون تو فصل ششم میریم سراغ سوالات مربوط به اهداف شغلی، توانایی ها، سوالات مربوط به سلایق و عادات شخصی، هشتم هم درآمد و هزینه ها که آخر معمولا صحبت میشه در رابطه باهاش، و سوالات شما که بهتر شما هم سوال بپرسید از کارفرما. خب یه سری موارد دیگه، یه سری حالا مواردی مثل پیگیری لفظ، تایید مصاحبه، این موارد هم به اختیارتون قرار میدیم. چند تا تما در از در اختیارتون قرار میدیم. خب بریم به قسمت جذاب. یه مقدار دیگه اینم بزرگتر کنم که یه مقدار راحت‌تر ببینم. خب ابتدا شما پنج مرحله دارین. ببینید، من همونطور که خدمت شما از ابتدا گفتم، حالا جدیدن یه چند نفر اضافه شدن، مواردی که گفته میشه توی در اصل مصاحبه شغلی فوتنلونگش بغیرش توی همین پنج فاز تقسیم میشه معمولا. اما خب ما چند مورد دیگه کار میکنیم، اینجوری نیست فقط همین پنج تا باشه معمولا، ولی طبق برنامه‌ریزی که کردم، برنامه که انجام شده، همین پنج تا فاز هستش. خب این پنج تا چیه؟ یه اسمال تاک اولیه هستش. اسمال تاک اولیه 5 دقیقه بیشترم نیست، یه کورس به گوسونگ و نمیشه پشت لونگ افخاق نخ انقایز اون به فینده نود گتخنک. حالا اگه شما حضور هم بید که گتخنک هم هستش. توی فاز دوم کنن لرننه، حالا آشناییت، که یکی از بخشای بسیار مهمه که معمولاً خود کارفرما صحبت میکنه و حالا اینجا هم یه سری سوالات خودش میپرسه لابه بحثی که داره. خب چیه؟ اول یه باشه زیش فوا در مورد خودش میگه، در مورد شرکتش میگه، اون تا نیمه، در مورد کلتوارش میگه، در مورد پودوکته میگه، در مورد محصولاتی که داره، یا از شما میپرسه میگه چی در مورد شرکتم میدونی. تا در مورد این قضیه خدمت شما ازان در ادامه با هم کار میکنیم که اصلا چیه، چطوریه، بحثا چه صورته، سوالا معمولا چه سوالانی میپرسه، با هم کار میکنیم. و در انتها بشقایبم در پوزیتون اشتله، در مورد جایگاه شغلی یا از شما میپرسه میگه چی میخواین، یا میگه که آقا اشتله که میخواین اینه، جایگاه شغلی که میخواین اینه، حالا تو چی میتونی ارائه بدی؟ بعد شما باید دیگه شروع کنی به صحبت کردن. خب در ادامه بس هرگا گروف دیشا وردگاند، توی اینجا شما چی داری؟ فاز سوم، فاز سوم دیگه کاملا تمای خودت داری، پرزنتاسیون خودت داری، زرس پرزنتاسیون، یعنی هر چیزی که شما حالا آماده کرده باشی اونجا ارائه میکنی که با هم دیگه اینم کار میکنی. بسنت میشه مایلن شتاین اون ارفولگ و اشتاین بتسوپسو اشگله. فاز چهارم غفراغنه، یعنی یه سری سوالاتی رو برمیده، حالا یه سری سوالات رو باز از شما میپرسن که 3 مینوتن، یعنی 10 دقیقه شما از شما سوال میپرسن، معمولا تو همین آیتما قرار ده. فاگنسونید حالن اون افودغونگن بس جابز. خب همینطور شده میکنید، سوال در مورد محتوا و الزامات کارتونه و فرقم تو ارواتونگ اون لاستونگ گمستگون. خب سوال در مورد انتظارات و اندازه‌گیری اون عمل کرد و سنجش عمل کردتونه، فرقم اون انتفیکتونگ چانس، این هم که خب مشخصی که در مورد فرصت وظیفه شماست. معمولا روی همین موارد میگذره تو این 10 دقیقه. و در نهایت هم که آپشنوس داریم دیگه که 5 دقیقه حالا فورکش بغشه یا وایت قشقیته، که خیلی مهمه،
این قسمت دومش فایتر اشقی که مرحله بعدی چی میشه، حالا شروع به کار کنیم نکنیم و فابشیدونگ دیگه نهایت کار. خب این هم همون 5 تاست که توی این صفحه شما میبینید. خب توی مقدمه اول، توی صحبت اولی، توی استارت اولیه ما سه تا تما رو داریم. خب شما در مورد پدرشتون صحبت میکنی، کوالیفیکاسیون صحبت میکنی و زرس فرشتلیم صحبت میکنی، در مورد نامه و آلتا و هکونفت میگی. خیلی کوتاه اینا تو همون موارد شماره یک بودش، آسپلدون و اشتودون و هوشتا و آبشلوت. در مورد هوشتا آبشلوت که آره آخرین مدرک تحصیلی تو دلیتا میگی و سیگاز جابز و افاقونگه اما در تجربه اینا خیلی کوتاه باید گفته بشه، ولی خب در همین رابطه هستش. چون شروع میکنه ایش بین اولا ایشکن پس هفتیم که افاقونگ در مورد ارفولگادی اون دستاوردهات صحبت میکنی که توی این موارد حتی میتونی شما عدد و رقم سالن از در مورد عدد و رقم ها صحبت کنی که حالا من مثال خودم رو میزنم و اینجا حالا شما هم بیاین بالا و مثال های خودتون رو بزنید. ایشویل در آینده حالا چیه؟ به سوک سوشته من میخوام فهم بشم، اشاره به موقعیت تم میکنی و در مورد اشتراکن اون تلنته صحبت میکنی یا در مورد متوطن فوردن جا صحبت میکنی. خب اینه یک ساختار کلی بود، حالا میخوام بریم یک مقدار کار جزئی تر. یک فرمت خیلی ساده برای کسانی که میخوان شروع خیلی مقدماتی، یعنی مثلا A1 دارن، A2 دارن، B1 دارن، در حد خیلی ضعیف اشپرشنشون هست، این یک آیتم خوبه. البته این چیزی که من بهتون میگم اینا همه مثال هاییه که ارفاقونگای خودمه، خودتون دیگه خودتون میدونید به چه صورت باز مدلشو تغییر بدید. من فقط اون گرا رو به شما میدم، خودتون دیگه کلیت کار داشته باشید. Hallo, es ist schön alles zu sehen. Wenn wir möglich ein etwas langsamer Gespräch führen und ich hoffe, dass meine Antworten auf ihre Fragen ohne Übersetzung Probleme erfolgen werden. خیلی راحت شما این مکالمه رو باهاتون دارید، با طرف دارید و باعث میشه اون طرف یه مقدار آرومتر، اصلا نگران این چیزام نباشید که آقا قرار طرف حتما خیلی حرفه‌ای با شما صحبت کنه، بلکه معرفی فرق اصلا مش باهه، بحثش یه چیز دیگه است. حالا من توی این پرزنتاسیونی که داشتم 4 نفر بودن، مثلا 4 نفر به یه نفر واقعا یه چیز عجیب غریبیه و همشون آلمانی، اونم یه سری هوخش صحبت میکنه، یه سری هم که اصلا باینی صحبت میکنه، باواری صحبت میکنه. این خیلی سخته، اصلا شما یه شور دیگه یاد گرفتی و اما با این جمله خیال خودم رو راحت کردم. شما هم میتونید با یه همچین جمله خیال خودتون حدودی، حالا نمیگیم خیلی ولی تا یه حدود راحت کنید. خب دوستان دیگه نوبت شما هست، معرفی خودتون. اشتیدن زیش فوا و دا اشتیدن زیش نخ. اگه یه وقتی شما توضیح دادیم و دوباره یه همچین چیزی میگم، زیش نخ ماز کس فوا کن زیمیا سونکس اتفا و با زی اتسیلن اون گیبت از اتفاس واسی بتونن وولن. خب عزیزان دل، عزیزان جان، تشریف بیارید بالا و خودتون رو معرفی کنید. خیلی کوتاه، هنوز دارم اینگلادن میشم، هنوز دارم باید نمتر بگید درفیش فرشتیلن میتونم خود معرفی کنم، بس برید سراغ معرفی. خب حالا من ابتدا اجازه میخوام از شما که خودم معرفی کنم. البته خب منو میشناسید ولی بعد دیگه شما زحمت بکشید بیاد بالا و دونه دونه خودتون معرفی کنید کوتاه، بین 2 تا 3 دقیقه. اوکی.
خب ich bin Ramtin 30 Jahre alt und single aus dem Iran. Ich habe an der Universität in Iran einen Abschluss in Architektur absolviert und wurde in die Deutschland anerkannt. Ich bringe mir als 10 Jahre Berufserfahrungen in verschiedenen Berichten des BIM-Managers und der Lehrer von Architektur und Grafiksoftware mit. Im Iran habe ich an vielen Universitäten doziert und an großen Projekten wie dem Bau einer U-Bahn mit der BIM-Methode gearbeitet. 4 Jahre hatte ich mein eigenes Unternehmen und arbeite als Unternehmer unmittelbar und mittelbar mit 24 Mitarbeitern. Ich habe mehr als 5000 internationale Studenten in Iran und im Ausland und meine Masterarbeit bezieht sich auf die U-Bahn. خیلی کوتاه ببینید من اومدم حالا خودم معرفی کردم و همین در همین حد فکر نکنم که 2 دقیقه بیشتر شده بود. خب بفرمایید از بالا شروع کنیم. اولین سوال ما در رابطه با من شرکت و جای شغلی واقوم ویبس دو دیش هیا چی شد که برای شرکت ما رزومه فرستادی؟ خیلی مهمه که شرکتی که براش اپلای میکنیم اشکال ندارم من فارسی میگم میتونم آلمانی هم بگم نه 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 فارسی بگو مشکلی نداره. شما پروژه های اون شرکت رو بشناسید، یعنی برید از قبل تحقیق بکنید توی سایتشون پروژه که انجام دادن یا کار کردن یا حتی مسابقاتی که شرکت کردن رو در نظر داشته باشید و مطالعه کنید، چون تو سایتشون معمولا میذارن شرکت های معماری کاری که انجام دادن یا انجام میدن و شما بیایید اون کارهای خوبشون رو نکات مثبتشون رو پیدا کنید و توی مصاحبه بگید مثلا فلان پروژه مثلا مدرسه که شما اجرا کردید یا دارید طراحی میکنید از این لحاظ خوبه که مثلا به ناخالصی آرشیتکتور خیلی اهمیت میده. از این لحاظ من خیلی جذب شدم که خودم مثلا همچین زمینه رو درس خوندم مطالعه کردم یا مثلا پایان‌نامه این بوده و به خاطر همین خیلی دوست دارم که بیشتر با این زمینه مثلا درگیر بشم و این یکی از نکات خیلی مهمه که طرف بگه که خب همینجوری مثلا ما رو پیدا نکرده که الان داره اپلای میکنه، رفته مطالعه کرده و با هدف شرکت ما رو انتخاب کرده. البته حسین جان اجازه بده که در این رابطه ما سوالمون در رابطه با مثلا باسکفت دیام دم اون نیمه چه ویژگی های از شرکت ما رو میپسندید، این سوال قطعا جوابش همینه، یعنی شما باید یک نکته ای از اون شرکت در بیاری و همونو قلش کنید، اونها خیلی خوشون میاد و این هم خیلی تاثیرگذار، همین چیزی که شما فرمودین بسیار تاثیرگذار و خیلی هم ارزشمنده. درسته حسین آقا؟ خواهش میکنم. بعد 100% همینطور که میفرمایید. خب بریم سوال بعدی. Was deine Erwartungen an den Job؟ انتظار شما از این شغل چیه؟ خب اونجا همینطور که حالا به طور مثال این عکساری که گذاشتیم، این عکسای همینی نیست گوگل گشته باشه، اینا دقیقاً از اون کتابیه که سایت و یه کتابایی که به عنوان منبع بسیار ارزشمند براتون گذاشتم، بهشون دقت کنید، خیلی موارد خوبی رو گفتن و خیلی بهتون کمک هم خواهند کرد، پس لطفا این موضوع رو در نظر داشته باشید و بهشون دقت کنید. خب ارواتون اون اونتانیمن، یعنی اولین مورد فتخوانه، یعنی اعتماد، مثلا میتونی از همین مورد بگی انکنون به رسمیت شناختنش ها فانفواتون یا مسئولیت یا پاسخگویی اون موردو میتونی بگی توی این قضیه. حالا تو
سعی می‌کنم سریع‌تر رد کنم چون تعداد سوالات هم زیاده، چون ما یک ساعت آخر رو یه سری موارد خیلی ناب داریم که هیچ جا گفته نشده که چه عرض کنم. همیناش هم البته یه سریاشو خیلی جا نگفتن یا هزینه میگیرن، ولی خب هیچ جا گفته نشده و خیلی با کیفیت یک ساعت آخر. اگه میخواستین در مورد یکی از این سوالا صحبت کنید، سریعا میکروفون رو روشن کنید، هیچ مسئله هم نداره و میتونید صحبت کنید. حالا مرزی رو بعدم بخونم. بریم خب بریم سوال بعدی. باقوم بی دو ده پرفکت کندیدات رو شما خود و فرد مناسب برای این شغل میدید؟ این یه جوری دلگرمشون میخواد بکنی شما توی این سوال. تا شدین؟ سوال بعدی، واس که فت دی ام دن اونتنیمه. این خیلی سوال مهمی بود که حالا حسین توضیح داد. شما باید قبلش یه سری اطلاعات در مورد این شرکت کسب کنید. معمولا اینا سایت دارن، معمولا هم توی لینکدین، زینک این موارد هستن. بالاخره شما اینا رو اینجایی که شغلی رو هر جور شده گرفتین دیگه، و دنبال سایتشون بگردید، اطلاعاتشون رو کسب کنید و در موردشون تحقیق کنید. بقیم پس تو این اون زقمون تقیمه، چرا فهم میکنی که شخص مناسبی؟ این همون سوالیه که اون مورد قبلی هم بود. اما سعی کنید اگه سوالات شبیه هم بود میادم متفاوت جواب بدید. یعنی تو همین شرایط معمولا یه سری سوالات شبیه به هم میپرسن، چون بدید یه مقدار مدل اون موضوع رو حالا تغییر بدید، باتونه یه مقدار تغییر خیلی جذاب تر. واس هستیش اندم جا، چه چیزی در این شغل شما رو به خودش جلب کرده؟ باز برمیگرده به اون تحقیقاتی که شما انجام دادین که خیلی هم گفتم تاثیر گذاره. و حالا یه سری چیزا میتونی شما بگی، مثلا بگی همونطور که مثلا در رزومم اومده، هی سعی کنید لینکش کنید به رزومه، چون بعضی مواقع دیده شده که رزومه رو نمیخونن کامل، در حد همون به وربونگ شما خونده میشه و تمام. حالا در ادامه میگم اون انگیزه نامه ها و اینا چقدر تاثیر داره، چه جوری اونا رو بیان کرد. پیش تو دی مایک سیتواسیون این این دزیش دست اونتنیمنت بفیند. نظر شما در مورد موقعیتی که شرکت ما همکنون در بازار کار داره بیان کنید. خب اینجا هم باید برمیگرده به همون موارد، اما مورد خیلی مهم اینجا بعضی مواقع خب ما در موردش اطلاعات نداریم، یعنی نمیدونیم الان اینا دارن چی میگن، یا اصلا اطلاعات خوبی نداریم که اینا بازار کارشون با رقباشون چطوریه. چون یکی از سوالات هم اینه که مثلا بازار کارت با رقبات چیه. اینا موردهاییه که خیلی مهمه بچه. اینجا یک جمله خیلی ساده شما میتونید بگید، مثلا میگین که ایش هب دیت به سوکلیش نیشت گنوگین انفرماسیونه اون ورده میش فاین این که فاین فون اینن تو هوگن میگه که در این رابطه اطلاعات کافی ندارم و خوشحال میشم که از شما بشنوم. بعد حالا از این آیتم خیلی میتونید تو سوالات بعدی هم استفاده کنید، اشکال نداره. بچه‌ها اگه فکر میکنید الان سوال بپرسید، اینجا وقتی سوال میپرسید یعنی خب خیلی خوبم متوجه شدید سوالی که اون خدا انجام داده، خیلی هم بهتون کمک میکنه. سعی کنید از این آیتم استفاده بکنید. من یه سوال میتونم بپرسم از دعوتون کوتاه؟ بله هم آخر سه بفهمم همین الان مثلا الان شما دو تا پنج شش تا سوال گفتیم، برای من به شخصه حالا من خودم تجربه اینجوری فرست تایم کشورش نداشتم، و من خیلی شبیه مثلا جوابایی که میخوام بدم، مثلا من برای سوال دو تا مونده به آخر اگه بخوام یه جواب بدم احساس میکنم برای قبلی هم میتونم همین جواب بدم، مثلا بخوام بگم که ببینید من همونطور که خدمت شما گفتم سوالات خیلی شبیه، البته این سوالات که الان برای شما گذاشتم یه سریاش کلن جوابش همونیه که هست، یعنی یکیش برمیگرده میده توی علایق شخصی که شما اون اول هم میتونستین تو همون موارد اولی بگید. خب هیچ فرق نمیکنه، اشکال هم نداره. اولا که واقعا همین سی تا پرسن
متن این سی تا سوال مطرحی که الان گذاشتن اینجا نمیپرسن، ولی احتمال داره یکی مثلا یکی از اون سه تا سوالی که طبیعی همه رو بپرسن و شما جواب بدید. اما من دارم بهتون الان ماهیگیری رو یاد میدم، میگم سعی کنید یه مقدار متفاوتش کنید همونه ها، اصلا اشکال هم نداره، شاید اون قبلی رو خوب متوجه نشده باشن، خب اصلا هیچ نگران این موارد نباشید که الان میگه ای بابایی که باز همون رو توضیح داد، اشکال نداره دوباره توضیح بدید برش. تو هم فارسی همینجوری ما خودمون من فکر میکنم بالا و 500 تا نیرو مثلا برای من اومده باشون صحبت کردم توی ایران، خب الان دیگه این دانش رو دارم میبرم آلمان. خب حالا این موردی که هست، این سوال میپرسیدم بعد همون لحظه متوجه نمیشدم، بالاخره طرف داره سریع صحبت میکنه و شما همون لحظه این سری موارد رو یادداشت نمیکنی یا نمیفهمی، ولی مهم سری موارد مهمی شد دستگیر میکنی، دوباره یه سال دیگه میپرسی، اینجا برمیگردی دوباره اشکال نداره، بذار دوباره سوالش کنم بپرسم و دوباره همون جواب، هیچ اشکالی هم نداره. ولی سعی کنید یه مقدار گفتم تماش تغییر بدید، مثلا موضوع اصلیشو یه مقدار متفاوت کنید، این خیلی قشنگ‌تره. خب سراغ چی؟ اتفاس فوندیا زبس. آها سوالات مربوط به رسیدن به فصل بعدی، سوالات مربوط به نظرات علایق شخصی متقاضی. دوستان اینی که این بخش هستش یه مقدار جزئی تر موارد شما میتونید بپردازید توی این بخش، چون دیگه مربوط به سلایق و علایق شماست. اینجا معمولا توی فرشتوندونگیش بهش دو اتفاق میفته، معمولا این سوال یعنی این فصل تو فرشتوندونگیش بهش دو اتفاق میفته، البته تو فرشتوندونگیش بهش یک هم اتفاق، منظورم از فرشتوندونگیش بهش یک و دو اینه که مثلا احتمالاً اون نکستش خیتی که قرار میدن یک آیتم دیگه است، مثلا میگن که آقا مثلا سه روز دیگه ما فلانی هم میاریم، یه روانشناس میاریم که اونم توی این جمع حضور داشته باشه، خود رئیس اصلی میاریم که اون حرفای شما رو گوش کنه و این سوالات شخصی رو اون موقع شاید بپرسن. پس اینا رو در نظر داشته باشید که آماده باشید حالا برای این سوالات و سعی کنیدم که یک دونه موضوع رو برای خودتون حالا چیز نکنید، برنامه ریزی نکنید، چند تا موضوع رو سعی کنید کار کنید، این چند تا تما، چند تا موضوع. خب از خودتون بگید، همونطور که شما تو همون اولم گفتید اینجا میتونید یه سری موارد دیگه رو هم اضافه کنید بهش، به طور مثال اگه فارغ تحصیلی توی یک رشته خاصید و چرا به چه صورت رو میتونید اینجا یا اگه نرم افزار دادی میتونی اینجا بهش اشاره کنی، اینجا توی این فصل بهش اشاره کنی، میگه من علاقه که به آرشیکت رو بیارم، عاشق آرشیکتم، به خاطر این بوده که سایی شدیم. خب بریم سراغ بعدی، سوال بعدی ببوردستو بیش بشخایبن، خودو چونه توصیف میکنید. اینجا هم طبعا همونه، ولی من یه مدل دیگه میگم، مثلا من در مورد ارفاقونگام اینجا میگم، شما شاید متفاوت باشید، ولی در مورد ارفاقونگام سابقه تحصیلم تو دانشگاه مختلف میام اینجا میگم، در مورد واقعا اطلاعات خودت میگی، آقا مثلا من 15 سال تو دانشگاه مختلف درس دادم و نمیدونم 18 سالم بود، یه سری موارد خودت هم بگی اشکال نداره، مثلا 18 سالم اولین تدریسم رو داشتم، نه همچین مواردی رو میتونی مطرح کنی که این خیلی تاثیرگذاره، یا مثلا نرم افزاری که بلدم ان سال یاد گرفتم و یاد دارم و یاد میدم، اینا رو میتونی مطرح کنی. در مورد اون کلیسا و فهجتنا بگی، در مورد دانش و توان یاد بگی، اینم از این دیگه. چه چیزی میتونم بهتون برسونم؟ آها مثلا میتونم، مثلا من چون درخواست بیای منیجری بود، خب بیای منیجر هر کسی که قبول نمیکنه که، بیای منیجر فقط از کسانی که توی آلمان وجود دارن، حضور دارن، سنشون هم بالای 50 60 سال باشه معمولا میگیرن، ولی من تجربه بیای منیجری تو سن کم داشتم، اما
میام در مورد BIM مدللی و BIM کوردیناتوری هم بهش میگم که بگه آقا اوکی پس برای شروع با BIM کوردیناتور شروع کنیم باش یا با BIM مدلر شروع کنیم. خب بچه‌هایی که حالا توی این گروه هستن و ما در خدمتشون هستیم قطعا همش هم هدفشون برای BIM مدلری دیگه غیر این فکر نکنم باشه، برای آرشیتکتوها خیلی سخته مگر اینکه توی آلمان باشید. بریم سوال بعدی. چقدر این سوال خوبه. بشقاب دانش تکن چپشن، یعنی نقاط ضعف و قوتتون رو بیان کنید. اینجا نگاه کنید هومولوس، این مواردی که اینجا وارد شده خیلی بهتون کمک میکنه و میتونی بگی که آقا من نمیدونم غیر قابل اعتمادم. این شما باید بگید از بدی هاتون، اینجوری نیستش که بگید من که بدی ندارم، نداریم همچه چیزی. از بدی هاتون باید بگید. حالا من مثال خودم رو میزنم، دوستان از من کپی نکنید هایجن، من مثال خودم رو بایدتون میزنم فقط برای این که ماهیگیری رو گفتم بگیرید، ولی خودتون بگردید دنبال نقاط ضعف و قوت خودتون که بهتون کمک میتونه بکنه. مثلا من یکی از نقاط قوتی که توی حالا کارم دارم اینه که کلا با کار تیمی خیلی خوب اوکی ام، میتونم یه تیمو بچرخونم، هر چه تعداد باشه میتونم تیمو مدیریت کنم. اینه من اشتاکین این ایست فوقونگ اینست تیمز auch das verwalten einer Sammlung und das bilden Fachgruppen Arbeitsgruppen. از این چیزا میتونی استفاده کنی. یا مثلا توی دانشگاه مختلف تدریس کردم، یا من سخنرانی به زبان مادری رو خیلی خوب بلدم، توی حالا خیلی دوست دارم که به زبان دیگر صحبت کنم. این همه چیزاییه که خیلی کمک میکنه بهتون. شاید اونجا به درد یه سری موارد بخورید، شاید اون شغل متفاوت، یعنی کلا شاید اشتغال متفاوت بشه، اما خیلی کمک میکنه توی این سال. این سال یکی از سوالایی که قطعا میپرسن، شاید 10 بار بپرسن و خیلی بهتون کمک میکنه. دیگه چی؟ مثلا من اول نقاط قوتمو میگم، بعد ضعفمو میگم. حالا بعضی اول نقاط ضعفشون میگم بعد قوت. من شخصا اول قوت رو میگم بعد ضعف. مثلا میگم از طرفی بعد فکر کنم به صحبت کردن. از طرفی وقتی که شما قوت تو گفتی بعد میگی از طرفی نقاط ضعف من. مثلا به این که تو کارم خیلی جدیم، عصبانی میشم، ناراحت میشم، بعد یا دیگه مثلا سریعا عصبانیتم سوکش میکنه، مثلا اینو میگم. خب اینا رو میتونید از دوستان خود بپرسید که دقیقاً چه جوریه، ولی معمولا کینه به دل نمیگیرم و بعد یارو سریع فراموش میکنم. این یعنی مدلیه که خودم میگم. آخرش هم یه شوخی کردم، خودم شخصا یه شوخی میکنم توی این که عملا بشو ببره. بهتون بگم چی؟ در آخرش میگم فلش وایل ایش ایم آپگیل که باقیم بایده. میگم شاید چون من توی ماه آپریل به دنیا اومدم اینجوری هم. از این چیزا میتونید استفاده کنید. چه سوال خوب داریم. سوال جذابتر، نزدیک و نزدیکتر میشیم. میگه وزیست تو دیش این فونف ادات سین یاغ، حالا فونف یاغن، حالا سین یاغن شاید نپرسن، ولی فونف یاغن یه در 5 سال آینده چه موقعیتی رو بر خود تصور میکنی. این سوالم خیلی مهمه دوستان. این سوال روانشناسیه، اصلا این سوال برای این نیستش که بشین گوش بدم به حرفای شما که 5 سال آینده میخوای چیکار کنی. هدفشون چیه؟ ببینید شما اگه سینگل باشی میخوام ببینن کی میخوای ازدواج کنی. اگه ببینن ازدواج کردی، یه سوال بعدش داریم که خانواده چقدر برات مهمه. میگه ویزیتن فامیلین پلن اوس، یعنی برنامه برای فامیلت چطوره، چجوری، چیه. خب این دوتا خیلی مکملن، یعنی هر کدوم اینا دوتاشون هم روانشناسی هن. خیلی هم بهتون کمک میکنه که خودتون رو بیشتر بشناسید. همین الان واقعا تو 5 سال آینده چیکار کنید دوستان؟ بنویسید اینو واقعا.
خب اینو یکم شخصیه، من نمیگم از خودم، ولی خب خودتون یعنی خیلی شخصیه، ولی که شخصی ها رو که گفتم تا هم دلیل خیلی شخصیه و شما میتونید بگید. ولی مثلا من 10 سال آینده ما بنادن اصلا تو ایران شما نمیتونی 1 سال آینده تو فکر کنی، چه برسه به 10 سال آینده. ولی من معمولا در انتها میگم که آقا من در 10 سال آینده وقتی 1 سال از حضورم در آلمان بگذرد میام در مورد این موضوع صحبت کنم. اینم جذابه، اینم خیلی جذابه. چرا که میگه که خب این هلکی حرف نمیزنه، 10 سال هیچ کدومش هم نمیرسه، سنگ بزرگ علامت نزدنه دیگه. بریم سراغ سوال بعدی. واس زکت دهین لیونز پارتنر سو دیزن پلان، همکارتون چه توصیفی از برنامه کاری شما دارن؟ این به چی برمیگرده؟ این دقیقا برمیگرده به یک مثال. یه مثال از خودتون باید بگید، خیلی قشنگ میشه اگه مثال بگید. مثلا من فلان جا تو شرکت فلان اتفاق افتاد، این اینجوری شد، خیلی خوبه. یا مثلا در مورد نورمال وایزات بگی، مثلا معمولا من در شرکت فلان بودم، اینجوری در مورد این. و چطور میتونم براتون خیلی باز کنم؟ بذاری من این مثال از خودم بزنم، هایی میخواستم نگم ولی میگم. مثلا بگیم که خیلی هم مثلا از در مورد توصیف هایی که بچه ها ازتون کردن، مثلا من میگم آقا من خیلی بچه ها منو ماشینی و برنامه ریز حسابم، و واقعا وقتی هم این اتفاق نفته خیلی ناراحت میشم تو زندگیم، و علاقه به دوست و حالا ارتباط دوستانه و خوشگذرونی اینا ندارم. واقعیتو بگید، اگه دارید بگید، بگید من خیلی دوست و اینا رفیق بازم و اینا، ولی سعی میکنم کمش کنم. واقعیت همیشه هم راست صادق باشید، اینا اولش میگفتم. و حالا مثلا اینو شما میتونید مطرح کنید برای این سوال، در مورد چیزایی که دیگران واقعا در موردتون میگن چه بچه خوب، باید بگید. و توی اون سوال قبلیمون که در رابطه با اشتیکن اون اشپشن بود، هم باید میتونید بهش اشاره داشته باشید. خب بریم سوال بعد. ویزیت داین فامیلی پلان اوز، اینو توضیح دادم دیگه، میگه که قالب خانوادتون چیه، فکر و برنامه‌ای که برای خاله مادرتون، منظورش چیه؟ یعنی آقا میخوای ازدواج کنی، حالا که تو سینگلی میخوای ازدواج کنی، برنامه دارید، میخوای چند تا بچه بیاری، بچه میخوای بیاری. این سوال واسه که شما اونا رو بگی. و چرا؟ چون بعداً حقوق شما، برنامه شما، همه چی فرق میکنه بر همین اساس. باید بدونه که شما چه برنامه‌ای میخوای داشته باشی. و اینم قرار نیست طولانی توضیح دیگه، کم کم به سوالاتی میرسیم که خیلی کم آرومتر، یعنی کوتاه جواب میدید. خب بریم سراغ بعدی، سوال بعدی. Was ist dir wichtig im Leben؟ در زندگی شما چه چیز مهمه؟ ببینید مواردی که اینجاست، ارفولک، نمیدونم فیله، همه این موارد که اینجا وارد شده دردتون میخوره، همه این موارد میتونی باشون جمله بسازید، با این موارد جمله بسازید و ازشون استفاده کنید. خیلی هم پرکاربرد از این موارد. شما بیاین به صورت جزئی بگید، قرار نیست توضیح بدین این سوالات، این سوال سوال توضیح دادن نیست. اوکی، gibt es eine Person die dich besonders geprägt hat؟ چه کسی در شکلی شخصی؟ اون الگوتون رو اینجا بگید، خیلی راحت. مثلا به طور بسیارتون باش بید، من خودم دو الگون بود، هم عاشقت باشد گفتم، خودم ارتقاش دادم و خیلی برام تاثیر گذار بود، چون یکی از بزرگ معماران ایران بود. خیلی راحت اینجا بگید. البته اینجا اگه کسی واقعا توی ایران بود، این از تجربه ایرانتون بگید، مثلا فلانی توی ایران خیلی بزرگه، مثلا حاج تهرانی معمار خیلی بزرگ، این یکی از الگوهای منه. مثلا این چیزها رو میتونید بگید، یا حتی مادرتون مثلا مشوق خیلی خوبی بوده تو زندگی. بدون جواب اینو نذارید بره. واسه دی
اشپکست انشایدونگ انشایدونگ کل در مورد تصمیما بهتون بگم بهتره طولانی توضیح بدید، بهتره، حالا بازم گفتم از مدلور و موسن استفاده نکنید، بهتره استفاده کنید، این خیلی توضیحاتتون خوب باشه. مثلا در مورد حالا اون سخت‌ترین تصمیمایی تو زندگی بوده رو میگم، مثلا که من توی چیز این کار رو کردم، مثلا یک فلان کار پر ریسکی رو انجام دادم، من آدم پر ریسکیم، من تصمیمات زیادی میگیرم، بعد سالها از خانوادم دور بودم، این چیزا میتونیم استفاده کنیم، خیلی هم تاثیرگذار، خیلی هم بهتون کمک میکنه. یا در مورد دانشجوییتون میتونید بگید، تصمیمات دانشجو، تصمیمات رشتهتون، البته خود جلوتر در مورد پیشرفت شغلی نا صحبت میکنیم که مربوط میشه به رزومه و پیشرفت شغلی، سوالات مربوط به اون فصل که در مورد دانشجوییتون میتونید بگید. اما میتونید یه سری تجربیات سختتون رو توی این قسمت بگید که مثلا و موقعی که دانشجو بودم فلان کارم میکردم، اشکال نداره بگید. سوال بعدی بریم سراغ سوالات مربوط به رزومه و پیشرفت شغلی دیگه. در من این فصل قبلیمون که تموم شد، فصل جدیدمونم خیلی مواردش مهمه، خیلی آیتمای جذابی داره، البته خیلی هاشم شبیه به همون آیتمای قبلیه، یعنی میبینید همون رو جواب بدید، یا اینطوری میپرسن یا اونطوری. دوستان مراتب کاری اصلا چیز خاصی نیست، شما توی اینترنت هم میتونید سرچ بزنید در مورد مراتب کاری امداد در بدونید، ولی اینکه سلسله مراتب و اینا رو یه مقدار بدونید خوبه. البته توی فرشتون انگش بقش دو، حالا اگر انشالله عمر دو خداست، من اونو هم براتون میذارم که اون مربوط میشه به تخصص ما معمارا یا عمرانا، که سوالات تخصصی چیه که دقیقاً چه، اینجا بهش اشاره میکنیم، الان ما در مورد چه میدو صحبت میکنیم، ولی توی اون قسمت چه خیلی دیگه باز بیشتر حالا مباحث پایسون کازو. البته بچه‌ای که فقط توی آلمان هم به دردشون میخوره، چون اینو تجربه من شده که کسی نمیتونه از ایران تو بگیره، جاب بگیره، به جمعه من نهیدم، چون دانش کافی نداری، نهایت یک با سرش نهی خیلی، یا نهایت هم مدل دیگه، از این بیشتر نمیشه. بریم سراغ جوابش. مثلا میگم اگه میخوام در مورد کنتیس و فشکایتن بگم، بعد مثلا من مدرس فلان بودم، نرانسار فلان رو بلد بودم، این نرانسار رو کار کردم، این جاها کار کردم، اینجا میتونی در مورد مراتب کاری خودت بگی، یا مسلطم به نرم‌افزارهای فلان، در پروژه های فلان کار کردم، و اینجا باید ریز بشی توی این سوال که سوالت مهم، یعنی بزرگه، ریز بشی و خیلی میتونی توضیح بدی، اصلا میتونی یک براش یک پرزنتاسیون درست کنی، یعنی یه تما درست کنی، یه پرزنتاسیون شروع کنی به صحبت کردن، هیچ اشکالی هم نداره، بلاش 5 تا 10 دقیقه میتونی در این موضوع صحبت کنی. این باعث میشه خیلی از سوالات جواب داده بشه. یعنی چی؟ یعنی در اصل دیگه سوال دیگه ای نپرسن. متوجه شدین؟ اگه اینو یه پرزنتاسیون درست کنید خیلی بهتون کمک میکنه. بریم سوال بعدی که وی هم این دایم لبنس لاف فولین، یه سوال خاصه، مثلا میگم من فلان چیز رو توی رزومتون دیدم، در موردش توضیح بدید. خب ما حالا مثالی نمیتونیم بگیم، ولی شما خیلی راحت با زیگنه یا مثلا زی بود گنه مثلا با این جواب بدیم، خیلی خوب نظر من عالیه، یا با کمال میل جوابتون میدم و بذارید سوالشون میپرسن. این سوال سوالیه که معمولا استفاده میشه و ازتون میپرسن، اگر البته اون لبنزافتون یه مقدار خاص باشه، این اینه خدمت شما که یعنی نتونن متوجهش بشن، خودتون آماده بکنید برای اون لبنز لافت. خب
بقام هست تو دیش بور داین بغوف انچایدن. گفتم کلا مواز انچایدن میتونی شما خیلی خوب در موردش توضیح بدید، توضیحات کاملی بدید هر چیزی بود. خب اینجا میگه که شغل و حرفه خودتون رو بچه اساسا کار کنید. گفتم در مورد دانش این که آقا چطوری شد من اومدم یونیورسیتی اون فلان انتخاب کردم، اصلا اومدم دانشگاه آلمان درس خوندم، نمیدونم کجا بود، در مورد این تو این قسمت میتونی شما صحبت کنید. خب اولین گزینه‌ش هم میتونه همین چیزایی که اینجا هستش باشه، همین چیزایی که اینجا مشخص شده، مثل هم اعتبارتون، زبان بدنتون، کورپشبخ، یا در مورد خود انگیختگی مثلا صحبت کنید. اوکی. سوال بعدی وقام هست و دیش فور داین استودیوم اون فور داین استودیوم کورس انشایدن. بازم انشایدن. چرا این رشته تحصیلی رو انتخاب کردی؟ گفتم در موردش صحبت میکنیم. آقا به این دلیل، من مثالی که خودم برای خودم میزنم معمولا اینطوریه، در مورد معماری میگم. ما خب توی دانشگاه همیشه به دانشجو میگفت که خب حالا شروع کن در مورد معماری، اصلا معماری چیه؟ همین الان چند دقیقه فکر کنیم معماری یعنی چی؟ هم شما عزیزان چند دقیقه فکر کنیم معماری یعنی چی؟ این جواب همین سوال میتونه باشه. فلسفی صحبت کنید در موردش، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم جذابه. در مورد معماری بگید، اگر رشتهتون عمران، در مورد عمران بگید، هر چیزی هست رشته در مورد اون صحبت میکنید. من خودم در مورد رشته معماری خیلی توضیح میدم، میگم بسیار گسترده است، نمیدونم بازار بزرگی داره، چه از نظر مالی اقتصادی، چه از نظر علاقه شخصی بهش علاقه داشتم، در موردش توضیح میدم. دوست داشتم که مثلا هنر نقاشی داشته باشم، نرم افزار بلد باشم، بیاموزم، پروژه ساختمانی حضور پیدا کنم، از این چیزا میتونید استفاده کنید. خب واس این داین گروسن افولک، بزرگترین دستاورد شما چی بوده؟ این هم میتونید به صورت تیتوار بهشون بگید. سوالایی هم که اینجا هست، ما هم که اینجا هست، میتونید بگید دستاورد ما، اشتباهاتم، شکستام، همه چی. بزرگترین شکستات رو میتونی اینجا بگی، بزرگترین حالا ایسر فولگ یعنی شکست، ولی میتونی در مورد همه چی بگی، در مورد دستاوردهات، شکستات، اتفاقات. این شکست در مورد اینم بگی، اگه شکست در مورد ایسر فولگ میخوای بگی، دوستان این نکته خیلی مهمیه، اگه میخوای در مورد شکست بگی اونو وصلش کن به اینکه من این شکست رو خوردم باعث شد که این پیشرفت رو بکنم، یعنی مثبتش کن. سعی کنید فرشتون بهشتون مثبت باشه، کلا نگرشتون مثبت باشه. بیستو بزن دست گوت، در چه مهارت هایی خوب هستید؟ اینجا حالا من این ماکت رو گذاشتم اینجا، این تبدیل کننده یه دردهایی که ما ماکت درست کردیم، یکم فکر کنید. بیاید در مورد چیزی که خاص بلدین صحبت کنید. خب خیلی میتونید در مورد این مبحث بحث کنید و یه جوری ربطش سمت و سوش رو ببرید به کجا؟ به سمت اون، چطور بهتون بگم، سمت اون رشته‌ای که میخواین اونجا اشتلن کنید. چجوری متوجهتون کنم که چجوریه؟ ببینید مثلا اگه شما به عنوان آرشیتکتور میخواین اونجا، یا به عنوان مثلا سکرتارین مثلا میخواین اون فعالیت کنید، ببرینش اون سمت، همه حرفتون بزنید و بگین این سمت شدی، خیلی میتونه پرزنتاسیون شما رو جذاب کنه. بچه هر کجا متوجه نشدید حتما بگید. مورد بعدی واس بودا ویلچه آفگابن فیت بودا فالند یا شفیر، انجام چه وظیفی برایتون دشواره. خب اینجا دیگه میتونید همون نقاط قوت و ضعفتون هم مطرح کنید که گفتین. گفتم اگه اون نقاط قوت ضعف اگه یه پرزنتاسیون کامل باشه دیگه اینا رو نمیدن، ولی
یا مثلا نماد شخصیتتون اگه گفته باشین دیگه نام نمیپرسن، ولی سوال پرسیدن میتونه خیلی کوتاه، مختصر، مرتب جواب بدین که من فلان چیزا منو آزار میده، من فلان اتفاقات من اذیت میکنه، برام سختش میکنه، من نمیدونم فلان منو اذیت میکنه، به فشار وارد میکنه. اینا تو کاملا بگید، خیلی اینا مباحث روانشناختیه. خب یک تحقیه هم بهتون میگه گوشه دفترتون برین یادداشت میکنید، یادداشتش کنید. هغاس فودوغونگن این خیلی کمکتون میکنه، یعنی این چالش به معنی چاله خیلی ارزشمنده، چالش پذیرفتن، بگین اهل چالشم نباشی، ولی واقعا بگی ارزشش رو داره. خب ویگش تازیش دنگلبن به زادن آف دی ورک بودا ایف بالانس. این مثالی که الان اینجا زدیم الان تعادل زندگی دقیقا همینه، ورک لایف بالانس. ببین اینم سوال روانشناسیه، قطعا هم میپرسن ازتون. گفتم اگه یه روانشناس داشته باشن که معمولا ساکته، آخر سوالاشو زهرش رو میریزه. این سوالات روانشناسی جوری میپرسه که شما مثلا گم بشی. سوالات روانشناسی که شما اینجا مشاهده میکنید، مثلا گشتغس، استرس، نارضایتی، اونسفقیدن، تغاز، بفادت، همون چالش کشیدن، همه این مواردی که اینجا وارد شده رو بچه براش جمله درست کنید، بازید هر چی میتونید بازید، خیلی بهتون کمک میکنه و خیلی هم ارزشمنده. خب این فصل هم تمام شد، بریم سراغ فصل بعدی. سوالات مربوط به اهداف شغلی و توانایی بیان اونها، این هم خیلی دوستان مهمه. کلن این فصل بسیار مهمه، چون ما میخوام سمت معماری ها رشته خودمون بریم. اکسلنس فوندینه که یرسیلن هدف شغلیتون رو کنید یا چیه اونا رو درمادش طور بدید. خب اهداف حرفه‌ای من معنی با گفتشن سیله، در مورد اهدافتون توی این قسمت باید بگید، یه پرزنتاسیون هم برای این آماده کنید. وقتی میگیم پرزنتاسیون دیگه خود ماشاءالله همتون بلدی دیگه، باید حرفه‌ای یک لیست کاملی از اون تمای پرزنتاسیون شما داشته باشید و بگید و تقریبا فرض کنید که یک برگه A5 رو شما باید پرزنتاسیون کنید. حالا آشار که زیاده برای این جلسات، اما A5 رو مثلا شما پرزنتاسیون کرده باشید. خب هدف شغلی مثلا خود آلمانی یا زبان آلمانی میشه هدف، میتونید بگید. دیگه چی؟ تکنولوژی معماری، یکی از دوستان حالا نمیدونم کدوم بودن یادداشت نکردم که تکنولوژی بودن، انرژی بودن یا تکنولوژی بودن، در مورد این صحبت کنید. انقدر خوششون میاد، واقعا خوششون میاد، کل جهان باید بره سمت همین بحث. در واقعیت اینو میتونید بگید. دیگه چه موضوعی دیگه؟ در مورد پروژه های کارآمدتون صحبت کنید، مثلا فلان چیز خیلی برام ارزشمند بوده، فلان فلان بلا بلا بلا. یا در مورد نرم افزاری که میخواین کار کنید در آینده، میبینید اونجا توی اون درخواستی که ارسال کردن اینه که شما آوا هم باید یاد بگید. نرم افزار آوا، بچه‌ای که تو آلمان هم میدونن چی میگم، نرم افزار آوا رو مثلا باید یاد بگیرن. میگه مثلا یه مقدار دانش آوا، نمیگه آوا کامل، میگه دانشش رو داشته باشه. یا میگه مثلا آرشیکت رو باید مقدماتش رو بلد باشن، یا مثلا آرشیکت باید حرفه‌ای باشن. خب حرفه‌ای بود که شما یه جور دیگه توضیح میدین و خیلی قدرتمند میای در موردش بحث میکن، ولی در مورد این موضوع که این حالا
نرم افزارهایی که شما نوشتین هم یه مقدار بهش اینجا اشاره میکنه تو هدفات، میگه من بلد نیستم ولی هدفمه که تا یک ماه آینده مثلا آوار یاد بگیرم، مثلا میخوام یه ماه آینده فلان نرم افزار قوی تر بشم، اینا باز گزینه. پس این چون خیلی مهم بود من خیلی روی این بحث وایسادم. کدوم یکی از اونا تا کنون دستی بود؟ این باز سوال بعد از اونه، ویلچسیل هست و بقید کدوم یکیش دست پیدا کردی؟ اینجا شما میتونید خیلی راحت بگید که ببین اینجا چقدر جالبه این مواردی که اینجا وارد شده، شما ابتدا تعریف میکنید در موردش، میگی در مورد هدفت میگی، بعد در مورد استراتژی اون میگی، در مورد پلنونگ اون میگی، برنامه ریزی که داری، بعد چالش هایی که داری و در نتیجه نتیجه گیری میکنی. توی اینجا باید یک تنظیم چی میگن تنظیمش کنی، یعنی اون هدفاتو. حالا اونایی که حالا بودم من حالا بچه ها رو نمیدونم، من خیلی منو میشناسن چه منو میشناسن، من سه تا نفر که دانشجو خودم هم که میشناسن، ولی بقیه رو از دست در حقیقتن. عزیزانی که منو میشناسن یه سری ویدیوهای من سال 94 1394 من 1994 نیست 1394 من گذاشتم توی آپارات، اون زمان توی یوتیوب نذاشتمش، در مورد تفاوت بین هدف و آرزو. کسی یادشه یه توضیح بده که فرق بین هدف و آرزو چیه؟ یکی بگه، یکم من آب بخورم خسته شدم. من نشدیدم وقت چون کسی جواب نداد، ولی من ویدیو شما ندیدم. اگه خودم بخوام یه جواب واسش داشته باشم، من واسه هدف شما حتما تلاش میکنید که بهش دست پیدا کنید، ولی صرفا واسه یه آرزو شاید خیلی همه تلاش و تواناییتون رو نذارید برای رسیدن بهش. و اون سوالی هم که بالا بود واسه اینکه 10 سال بعد قرار توی آلمان حالا چه چیزی رو بر خود میبینی، فکر میکنم یه مخرج مشترکی از هدف و آرزوه. یعنی شما هم یه هدفی رو بر خود در نظر میگیری که آرزوت هم هست، حالا تلاشت رو میکنی بهش برسی. نمیدونم جواب سوالتون رو دادم یا نه. اون اندیشت نظر دیگه بچه ها ببخشید، من در مورد این هدف و آرزو نظری ندارم، ولی خب در مورد این سوالی که پرسیدین اون قسمت قبلی که توی 10 سال آینده خودتون رو کجا میبینین، من واقعیتش تو مصاحبم اینجور جواب دادم که من توی مثلا 5 سال آینده فعلا هدف فعلیم اینه که میخوام کارشی شرکت خوب پیدا کنم، یه شرکت خوب که بتونم توانایی هامو توی حالا کاری که دارم انجام میدم ارتقا بدم. ولی خب یه چیزی که بود، اونها برگشتن خب مثلا کار من به من از اولش گفتن شما هیچ خلاقیتی نداریم، فقط یه حالت 3D کار هستیم، یه حالا فقط 3D میخواین انجام بدیم و هیچ خلاقیتی نداریم. ولی خب اونها توقع داشتن با این وجود من حالا مثلا بگم که آره من میخوام ارتقا شغلی پیدا کنم، و من واقعا برام مبهم بود چه جواب مناسب این سوالشون میتونم بدم. گفتم اگه میشه بر این قسمت، چون یه خورده من اینترنت هم قطع و وصل شد، گفتم اگه میشه یه خورده اینجا بیشتر به من راه نمایی کنی. به نظر من، حالا من ویدیو شما رو ندیدم، ولی به نظرم هدف در دسترس‌تر، زمان رسیدنش کمتره، ولی خب آرزو فکر میکنم زمانش بیشتر باشه، ولی به نظر من جفتش میتونه در دسترس باشه. به نظر من هدف چیزی که شما میتونی بهش دسترسی پیدا کنی با برنامه ریزی که داری، ولی آرزو یک سری عوامل خارجی هستن که توی برنامه ریزی شما میتونن دخیل باشن یا نباشن و شما نمیتونن کنترل کنید. ملیکا خانم نزدیک شدن، بقیه نظرشون رو بدن. از نظر من هدف قابل دسترسه، یعنی که براش برنامه میذاری
و محرکه برای اینکه بتونی ازم پیش ببری برنامه که چند سال مثلا در 5 سال آینده داری، ولی آرزو یه جوری اینگار با توانایات مطابق نیست. این نظر من. خب بسیاری خیلی ممنونم در مورد آرزو حرف صحبت کردیم، اما خب جدایی بدونید که حالا این وقتی که گذاشتین اومدین تو این جلسه حالا کاری ندونید که چقدر بحثای ارزش معنوی داره و این موارد، ولی یک دانش خوبی هم تو این زمینه به دست میاد. این فلسفی کتاب برش نوشته شده، البته یک کتاب نیست، ده ها کتاب در رابطه باش نوشته شده، ولی جمعش رو اگه بخوام بگم دوستان، هدف آرزو اینه که شما توی ذهن اونو پرورش میدی و برای خودت تداعی میکنی. مثال من دوست دارم ایشکیفت میه ها، من دوست دارم فلان چیز داشته باشم، من دوست دارم بهترین ویلا رو دارم، من بهترین شغل رویه رو دوست دارم، یا تقام جاب من اینه، همه اینا میشه جزء آرزو. زمانی به هدف تبدیل میشه که این چی، این جدول اینجا رو که هم مشاهده میکنید این اتفاق بیفته. این جدول چیه؟ جدول چی رو داره نشون میده؟ جدول داره میگه که براش برنامه ریزی بکنید، استراتژی تعریف کنید و تو چالش قرارش بدی و در نتیجه گیری بکنید. زمانی که شما یه پلن برای هدفتون تعریف میکنید، برای سیلتون تعریف میکنید، تبدیل میشه به هدف. یعنی چی؟ یعنی من 2 سال دیگه فلان چیزو میخرم، من تا نیم سال دیگه میرم خرید میکنم، میشه هدف. یعنی هدف داری که داری میری خرید میکنی، این دیگه آرزوی تو نیست، از آرزو بودن تبدیل میشه به هدف. من تا 10 سال دیگه این کار رو هم که نمیگی 10 سال تایم براش تعریف میکنی، میگی من 10 سال دیگه، حالا براش پلان تعریف استراتژی میگی، میگی اگه من اینقدر در بیارم، اینقدر نمیدونم فلان چیزو کمک کنم، این کارو بکنم، این ایده رو بیارم، این اتفاق رو رقم بزنم، حالا به چی دست پیدا میکنم؟ هدف. و در نهایت اون اگنس شما چیه؟ سایل ایچ. یعنی این جدول بسیار مهمه. همین موارد چیزشو بنویسید، سر تیتراشو بنویسید، تو زندگیتون استفاده کنید، هر کاری که میخواین بکنید استفاده میکنید، ولی نمیدونستین چطوری تعریف کنید، مطمئن اینو، ولی این تعریفشه، تعریفشم براتون انجام دادم. خب بریم سوال بعدی. یکی کلام گرفت، من آب بردم دیگه، ببخشید یک کم صدا گرفته. اوکی، دنکشون، از همه تون خیلی ممنونم بابت توضیحاتی هم که دادید. بریم سراغ سوالات مربوط به اهداف شغلی و توانایی بیان اونها که توی زمینه اهداف شغلیتون خیلی مهمه، گفتم در موردش پرزنتاسیون آماده کنید. خب این همون سوالی که 5 سال دست برای آینده تو موقعیت شغلیتون، حالا خواهید اونجا میتونید تو زندگیت هم توضیح بدی که آقا من میخوام ازدواج کنم و نمیدونم فلان کنم، هر کاری میخواست بکنی، تو اون قبلی توضیح میدادی، اما اینجا میگه که دودیش با قفلش. وقتی این حرف زده میشه شما چکار میکنید؟ در مورد شغلی میگیم، میگه اگه اوکی باشه، مثلا شرط برای من خوب باشه، من هدفم اینه که توی شرکت فلان کار رو انجام بدم، فلان زبان رو ادامه بدم، فرانسوی رو قوی کنم، زبان ایتالیایی رو قوی کنم، اینا رو میای میگی، بعد تایم بندی میکنی، داری حد داریم در مورد هدف صحبت میکنیم دیگه، آرزو رو بذارید کنار، آرزو صحبت نمیکنیم، در مورد هدف صحبت میکنیم که آقا من هدفم اینه، این اتفاق رو میخوام رقم بزنم، این کار انجام بدم. یه پلان دومی هم داشته باشید، برای اینم یه پرزنتیشن باید آماده کنید چون خیلی مهمه. وی فیل گود از تو فور دن کریر فور فن،
چقدر برای موفقیت شغلیتون تلاش میکنید؟ حالا یکی از دوستان گفتن که برای بحث تلاش. این یکی از سوال خود هدف بحثش جداست و اینجا چقدر تلاش میکنید؟ این ایرفولگی که در حاضر هست بخشیه که دیده میشه، یا همون جفت ما توی خود اسمش یادم رفت، دارک ویب، بخش دارک ویب ما خیلی مواردی که داریم، دارک ویب ما اون سمت پایینی هستش، یعنی سمت بالایی که دیده میشه نیست، موفقیت دیده میشه ولی شما در پسش چه اتفاقاتی براتون رقم میخوره؟ تحصیلتونه، تحملاتتونه، استراتژیتونه، شکستاتونه، کارهای سختی که انجام میدین، همه توی این بخش کاملا دیده میشه و شما باید اینا رو تو دارک ویب قضیه میتونید توضیح بدید. هم میگین که آقا من این کارا رو میکنم و به هدفم میرسم، من این برنامه ها رو دارم هدفم برسم و برای موفقیت شغلتون در موردش توضیح میدید. لانگفریستیک آن آرزوی دست یا چه موقع شغلی رو دارید؟ حالا من اینجا یه جاب سیکر رو آوردم گذاشتم، دست شد به چه موقعیت شغلی. ببینید دوستان، یه موضوعی هم خدمت شما بگم، البته مهسا بودش که گفت فلان کار میکردم، گفتن تو ایده فلان نداری. دوستان توی مباحثی که هست، اصلا اول اینکه خودتون رو ببینید، دو تا قسمت بگیرید. یک، خودتون رو دست کم نگیرید به هیچ عنوان، اعتماد به نفس داشته باشید، اصلا عکس رو نگاه کنید کاملا مشخص، اعتماد به نفس داشته باشید ولی اعتماد به سقف هم نیز نداشته باشید. جمله خیابانی طور بود. اعتماد به نفس نداشت، اعتماد به نفس داشته باشه، اعتماد به سقف نداشته باشه، یعنی تعادل حفظ کنید همیشه. اگه بلدین الان، حالا نمیدونم، فکر میکنم که حالا دیم آنیتا بودش، آرمیتا، البته آرمیتا خانم بود گفتش که این شرایطی که حالا شما براتون مهیا میشه و اون اتفاقاتی که براتون رقم میخوره و اصلا مثلا من آماده این نبودم، آماده این فرشتونو گشت بکشت نبود، خب خودتو اول باید آماده کنی و بعد انتظار دیگه ای داشته باشی. خب حالا من در مورد تجربه اولم میگم براتون که 6 ماه پیش اتفاق افتاد. حالا بیمیم میگه از بچه های خودمون هد، نه نیستشیم. پس اینم از این مورد. سال بعدی، وی دفینی از دو عبت واژه کارو. این خب سوالیه که خب خیلی روانشناسی، گفتم این معمولا یک کس روانشناس هست این سوال رو میپرسه. شما باید کار رو توضیح بدین و هر جمله‌ای میتونید به کار ببرید در مورد هم گایستیگار باید، یعنی حالا کار معنوی میتونید صحبت کنید، هم پرپلیر باید، یعنی فیزیکی صحبت کنید، کار ذهنی فیزیکی صحبت کنید، در مورد این دوتا میتونید صحبت کنید. بریم دیفینیسیو ایرفول، در مورد موفقیت بگید، موفقیت تو چی میبینید، در مورد این صحبت کنید. این هم خب گزینه های خیلی زیادیه، مثل بایستگی، مثل تجارب، مثل نمیدونم موفقیت، مثل اهداف، اینا همه گزینه هاییه که شما میتونید توی این آیتم ازشون صحبت کنید. اینایی که من گفتم باش جمله باید بسازید، همطوری نگیرد تو جمله های کوتاه. اینا سوالات رو زیاد کشش ندید، زیاد این شخص چیز رو تحلیل نگیرید، این کسی که به عنوان روانشناسه زیاد تحلیلش نگید، سوالات کوتاه، چی جواب های کوتاه بدید. باز اول از تو فون داینن کلیگن فون اون فون داینم فورگزتسن، یعنی از همکار رسمی چه انتظاراتی دید. این خیلی چیزه، این اگه نگاه کنید دوستان، اگه همچین سوالی ازتون پرسیده شد دیگه برید حالش رو برید، یعنی این یکی از سوالات جزبیم به سوالات نهایی میرسید دیگه، بخشیم این سوالیه که خیلی
خوبه. اگه اینو پرسید یعنی بدون شما رو دیگه قطعا میخواد دیگه، سوال از اون خواستناست. حالا اینجا اواگن فون ان فوگزت، یعنی انتظاراتتون از الا بالا سریتون مافوقتون، و خب خیلی راحت میتونید بگید حالا موردی که هست انتظاری که دارید بگید، هیچ نگران هیچی هم نباشید، با قدرت بگید. مثال از خودم بگم، این که مثلا من مثلا میگم که من جدا البته اینا رو گفته بودم، مثلا گفتم که از همکارانم انتظار دارم که با هم صادق باشیم، بعد سلسل مراتب رعایت کنن و کنار دوستی بسیار جدی تو کار باشیم. دیگه از رئیس چه انتظاری دارم؟ از رئیس شرکت انتظار دارم که بلا بلا. اوکی؟ مثلا این میتونه باشه، مثلا ایش اوات اوخ دست در پرزنت دست بانیم من فقاین ایس اون دیگه دست پروبلم اولا 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 اولا. اوکی؟ از این آیتم میتونه استفاده کنیم. و مثلا من در محیطی که بسته باشه نمیتونم کار کنم، این موردی که من واقعا دقیقا همینم، یعنی اصلا به جمعه نمیتونم کار کنم، این پروژه قطار شهریم با ذهن بسته این عزیزان نتونم حقیقت ادامه بدم، ولی که خوب بود. خب wie wichtig ist dir das Arbeitsklima، محیط کاری رو چجوری برای شما چقدر مهمه؟ گفتن اینم سوالاییه که معمولا دیگه اوکی این دیگه، یعنی برو حالشو ببر. دیگه خیلی داره به خصوصی تر شدن نزدیک میشه و حالا محیط کاریتون چقدر برای شما مهمه و در موردش میگی، مثلا میگی من فلان 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 برام خیلی مهمه، دوست دارم اینجوری 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 برخورد کنم باهام، میخوام اینجوری اینجوری مثلا انگیزم برای معمار به عنوان معمار افزایش پیدا کنه، مثلا تکنولوژی رو خیلی دوست دارم، دوست دارم توی محیط کاری این اتفاقات بیفته، دوست دارم همکارانم، همینجوری دارم براتون جمله میارم، هر چیزی میتونید بیارید. واس موتیوی استی اوه اوه اوه، یکی از سوالات خیلی مهمه تو موتیواتنش قیبه میتونم خیلی از اون میتونید آیتم بیارید و ازش بگید چه چیزی به شما انگیزه میده. واس موتیوی است مثلا دیش، مثلا میگیم فلان به من انگیزه میده بلا بلا بلا، اون چیزایی که بهتون انگیزه میده رو به عنوان یه معمار نگاه کنید، مثلا حالا اگه رشته تو عمران به عنوان عمران نگاه، به عنوان معمار نگاه کنید. فهمیدین شدین؟ یعنی خیلی پیچیدش نکنید توی بخش‌های مختلف. به عنوان من فلان چیز بهم خیلی انرژی میده، مثلا من همون حالا مثالی که من خودم برای خودم میزنم، مثلا میگم همون تو که نرم افزار آرشیکد به من انگیزه معمار شدن داد، معماری به من انگیزه تکنولوژی داد، آلمان به من انگیزه زبان آلمانی داد، به کار هم ویتامین من چالش و حل اونه. جمله قشنگ گفتم، این خیلی تاثیرگذار. بچه‌ها من صدام دیگه داره فکر کنم نابود میشه، که کم شما همکاری کنید و صحبت کنید، البته آخرش که دیگه همش باید شما صحبت. خب البته رسیدیم به فصل بعدی، همطوری حواسمون نبود، اون سوال قبلیم در رابطه با فصل جدیدمون بود که فصل آخرمون هم هست، سوالات مربوط به سلایق و عادات شخصی که خب کنست اون تا دوک آربایتن شما توی گفتم کم کم دیگه داره استخدام شدنتون اوکی میشه. آیا میتونید در شرایط پوشاک کار کنید؟ با یه بله و خیر قطعا نباید جواب بدید. میتونید حتی اگه نتونید کار کنید یا مثلا نباشه بگید من سعی میکنم انجامش بدم، خیلی دوست دارم که این چالش رو قبول کنم، بازم دارم از چالش استفاده میکنم. درسته؟ بریم بعدی. Kannst du mit Stress umgehen? Gib uns ein Beispiel. این چگونه بر اساس بر استرس خودتون غلبه میکنید؟ خب
با این مثالایی که اینجا زدیم میتونید بگید من فلان کار، من آدم مرتجعیم، یعنی کاملا قابل انعطافم، نمیدونم. در مورد خودتون صحبت کنید، در مورد حالا اولویت بندی هاتون صحبت کنید. و اگه واقعا یه سری مشکلات توی بحث استرس دارید، بیاید یه براش پرزنتاسیون درست کنید، چون من واقعا توی بحث استرس یه پرزنتاسیون خیلی بزرگ نوشتم و خیلی براش فکر کردم. میتونید این کارو بکنید. خب we would to deine persönlichen Kommunikation Stil beschreiben. نحو ارتباط خودتون رو چگونه توصیف میکنید. خب این عکسایی که اینجا گذاشتیم دوستان خیلی مهمه، این 8 سبک ارتباطی، همین هاست، سبکای ارتباطی که واقعا همه دارن همین هاست، همین رو یاد بگیرید. و بعضی ها کاش ارزش میکنن، بعضی ها ایثارگرن، بعضی ها کمک کنندن، بعضی ها وابستن، بعضی سبک وابسته دارن، بعضی ها فاصلگذاری میکنن، خودشون دور میکنن. نه همه مواردی که هستش اینا سوالات عادت شخصی خیلی مهمه تو کار. خب وی ودست دو آف اون گشت کریتیک رگیرن، این واقع شما مقابل انتقاد نادلانه، سوال تقریبا روانشناسانه ایه که توی این هدف اینه که توی شرکت اگه یه وقتی یکی انتقادی ازت کرد شما جوابشو چجوری بدی، دعوا نکنی، مثلا جوابشو چطوری میخوای بدی، ناراحت میشی، عصبانی میشی، اذیت میشی، انکارش میکنی، میگی نه من نبودم، یا نه مثلا موافقی با این حرفش، چطوریه؟ اینو باید براش یک بحث بیاری صحبت کنی. خب در عمود رهبری فوگونگشتیلز، فوگونگشتیل ها کلن یک سرچ بزنید توی اینترنت شان. خب در مورد سبکای رهبری اطلاعات کسب کنید، در مورد سبکای رهبری بدونید که آقا خود بعد خودتون رو بذارید اونجا، من چه سبکی دارم. این سوالی میپرسن، این سوالیه که واقعا میپرسن. البته برای کسانی که مثلا میخوان قولای خیلی بزرگ مثلا بی ام منیجری، بی ام کوردینیتوری داشته باشن، فکر نکنم برای بی ام مدلری همچین سوال بپرسن، چون شاید هم تو بپرسن، نه فکر نکنم. بی مدلری راست رهبر خودش رهبر نمیتونه باشه، معمولا کوردینیته که میتونه رهبر بیم مدل را باشه. پس اگه حالا میخواین جایگاه شغلی رهبری داشته باشین، این سوالیه که واقعا میپرسن، از من که پرسیدن. خب سوال بعدی، اباتس تو لیب این تیم، ترجمه میدید تو حالا به کدوم گروهی کار کنید یا اینکه انفرادی. اینم سوال روانشناسیه و البته بگو شغلی شما هم خیلی تحت تاثیر قرار میده که الان شما دقیقا میخواین کجا باشین، چجوری میخواین باشین اون زبیتا. این هم پس سوال خیلی مهمیه. بریم سوال بعدی. خب چگونه تصمیم گیری میکنید؟ بازم انشایدونگ، این آیتم های انشایدونگ خیلی مهمه. کلن تصمیم گیری ها گفتم براش پرزنتاسیون درست کنید، ولی اینو میتونید کوتاه توضیح بدید چون قبلش توضیح دادی خیلی از تصمیم گیری هاتونو. اینجا ما میام در موردش صحبت میکنیم. خب بگست تو میت کانفلیکتن اوم، این خیلی مهم، اینم معمولا زمانی که دیگه شما رو به استخدام بکنن اینو میپرسن، چگونه درگیری ها رو حل و فصل میکنید. کانفلیکت فیکایت خیلی هم مهم، توانایی تعارض خیلی هم مهمه، یعنی این دوتا، این سه تا مواردی هم که وارد کرده، پروبلم لوزن یعنی حل مشکلات و پوزیتیو باش بیه، یعنی نمونه های مثبت بیارید، یا یعنی اینکه نقاط قوت
اشتراکن مکمل قوت بیارید، همچه معنی میده، یعنی نقاط قوت مکمل بیارید. اینم خب مهمه، برش فکر کنید. خب واسه تو پیوریتت، پیوریتت یعنی اولویت بندی یا برنامه ریزی. معمولا من در افرادی که اولویت بندی کننده هستن استفاده میکنم، مثلا من از تودو استفاده میکنم. اینو بیان بکید، اینقدر خوششون میاد که نکن، خیلی مهمه. از تودو استفاده میکنم، از نمیدونم نرسار زیاده. بیاین در مورد این نوع برنامه ریزیتون بگید یا اولویت بندی برنامه ریزیاتون بگید. چگونه هم برای پروژه برنامه ریزی میکنید هم همونه که شما هم در مورد همون هدفتون اینا صحبت کنید، در مورد این دوتا با هم دیگه یه پرزنتاسیون آماده کنید. خب علاقه داری چندی کار همزمان انجام بدی یا ترجیح میدید؟ این یک از ایرادای من. خب حالا شما به من بگید، شما همینطوری، یعنی زمانی که مثلا دارید فیلم نگاه میکنید، نهار میخورید، نهار میخواید بخورید، یه چیزی گوش میکنید، فیلم نگاه میکنید مثل منید، یا اینکه نه یه کار انجام میدین و میخوام برسیم به مبحث روانشناسی و در موردش صحبت کنیم، یا یعنی اینکه یه کار انجام میدین تموم میشه، مثلا غذاتون رو میخورین، نهارتون رو میخورین، بعد میرین میشینین کارتون رو انجام میدید. بفرمایید، گوش میکنم. به ترتیب هر کسی دوست داشت میکروفون رو روشن کنه بگه این قضیه خودش اخلاقا چجوریه. من به شخصه یعنی کلا نمیتونم چند تا کار همزمان با هم انجام بدم، مثلا این توانایی رو ندارم. واقعا به نظر من یه مهارت یا تواناییه که یک نفر بتونه همزمان چند کار رو با هم انجام بده، ولی من نمیتونم و باید حتما یه کاری رو تموم بکنم و برم شروع کنم یه کار دیگر رو انجام بدم. به نظر من خیلی فرق بین اینی که مثلا همزمان غذا بخوری یا تلویزیون نگاه کنی، یا مثلا همزمان کار کنی. من خودم فقط مثلا میتونم کار کنم، ولی خب همزمان میتونم چند کاری که تمرکز بیشتر میخوان و مثلا نمیتونم انجام بدم. مثلا چرا؟ مثلا تلویزیون میتونم نگاه کنم، غذا میتونم، ولی خب از لحاظ کاری نه، فقط یه کار میتونم تمرکز کنم و انجام بدم. آها خیلی عالی. فقط نورمال وایزت رو دقیقا به من بگو. اون طبیعتا معمولا کار میکنی، یعنی چند تا کار با هم انجام میدی یا نه؟ معمولا چرا، چند تا کار معمولا انجام میدم، ولی وقتی کار میکنم فقط تمرکزم رو کاره. آها، یعنی تلفن و این همه چی میذارم کنار، فقط رو اون کار تمرکز میکنم. آره، البته این سوال بیشتر مربوط میشه به کار، توی کار. خب دست درد من، خیلی ممنون. بریم سراغ خانم ملیکا. حقیقتا من اگر بخوام کار کنم، منو بزن توی اتاق دربسته، همزمان هم درس میکنم، هم کار میکنم، هم با تلفن صحبت میکنم. مشکلی با این قضیه ندارم، تمرکزم هم رو کارم و درسم جفتش هست. ولی به شرطی که کسی از خارج از اتاق با هم صحبت نکنم، با تلفن صحبت کنم، مشکل ندارم. ولی خارج از چیز رو میاد و کارم باید قطع کنم و باشون صحبت کنم، مشکل دارم. کسی بالای سر لپتاپم وایسه، مشکل دارم. من به شخص خیلی لذت میبرم از اینکه چند تا کار همزمان بتونم انجام بدم، چون وقتی تو زمان بندی بتونم صرفه جوییم کنم، خیلی بیشتر بازم این احساس لذت دوچندانی به هم میده. مثلا یه زمانی هستش که دارم مثلا رندر میگیرم، حالا وقتی اینو دارم که مثلا در مورد یه چیزی میخواستم یه اطلاعی کسب کنم، حالا مثال میزنم، مثلا یه پی دی افی رو بخونم، اون کار همزمان انجام میدم. اگه تداخل پیدا نکنه، تمرکز من روی اون کار به هم نزنه، علاقه دارم به اینکه چند تا کار رو همزمان با هم دیگه انجام بدم. همین. من فکر میکنم که تو اون قالب ایرانی بودنه، ما معمولا توانایی اینو داریم که همزمان مثلا حالا یه مثلا یه نقشه‌ای رو چاپ کنیم کنار سری، یه فرمی هم باید پر کنیم، ولی
تو محیط آلمانی ترجیحاً یه کارو جمع کنی و بری سر کار بعدی بکنم برای جمع به صلاح اون باشه، تو این کارو بکنی و من سعی کردم که اون وقت اینطوری باشه. خب طبیعتاً چطوری هستین خودتون؟ کاری نداریم که توی اونجا الان چجوری، طبیعتاً چطوری هستید؟ طبیعتاً من تمرکزم رو روی کار می‌ذارم. روی کار. خیلی عالی. حسین آقا گوش میکنی؟ اتفاقا میخواستم توضیح بدم در اتون سوال. فرهنگ آلمانی ها به این شکلی که تا اونجا که من شناخت پیدا کردم تو این 5 سال اینه که خیلی دوست دارن روی یه آفگابه تمرکز بکنن تا اینکه بخوان مثلا چند تا کار رو با هم انجام بدن. آلمانی به معروفن که اصلا مولتی تاسکینگ نیستن و وقتی مثلا یک نفر با یک کسی دیگه صحبت بکنه شما نباید برید سمتش، بعد بذارید صحبتش تموم بشه بعد باهاش صحبت کنید، حتی یک مکالمه خیلی ساده. و تجربه من از لحاظ کاری هم اینه که مولتی تاسکینگ رو بذاریم کنار و روی آفگابه‌ای که بهمون سپرده شده با تمرکز بالا انجام بدیم و وقتی تموم شد آفگابه بعدی رو انجام بدیم. و حالا ما ایرانی‌ها مولتی تاسکینگ هستیم، آره مثلا تلفن حرف می‌زنیم بعد اون بعد یه کار دیگه انجام میدیم بعد چت می‌کنیم کار انجام میدیم، ولی خب سیستم آلمانی‌ها تا اونجا که من دستگیرم شده اینه که مولتی تاسکینگ نیستن و منم تقریبا یه جوری مثل خودشون شدم و ترجیح میدم که روی یه آفگابه تمرکز کنم و بعد برم سراغ بعدی. مرسی شما حسین جان، توضیحاتت خیلی کامل و کمک کرد به من که بخشی از توضیحاتی که میخواستم بدم رو شما دادی. بله اینو بهتون بگم که طبق یک تحقیق بین المللی در دانشگاه هاروارد این کار رو انجام داده بود، حساب کرده بودن کسانی که مولتی تاسکینگ یعنی چند طور میان انجام میدن زمان بیشتری رو صرف میکنن تا کسانی که یک کار رو انجام میدن تموم میکنن میرن یک کار دیگه. خیلی جالب بود، میتونید برید تو یوتیوب ببینید ویدیوشو و حالا بررسی که انجام شده، نمایی که انجام شده و خیلی عجیب بود برای من چون من آدمی هم که خیلی مولتی تاسکینگم، یعنی یه چیزی میگم به شما یه چیزی میشه. حالا فکر کنم ملیکا بود دقیقا مثل منه که خیلی دیگه مولتی تاسکینگ، یعنی چی؟ یعنی اگه 4 تا کار نکنم از وجدان میگیرم در این حد، یعنی 5 تا کار با هم نشه دیگه نمیشه، میگم ای بابا برای چی 2 تا کار شد مثلا اینطور. یه جور اقتصادی میام. این سوالی که اونا دوست دارن که شما مولتی تاسکینگ نباشید، ولی خیلی فهم میکنم به قول فهم میکنم آنیتا گفتش که یه هنره درسته، مثلا توی اینجا هنر نیست و شما اگه طبق تحقیقات بررسی کنی البته شما باید درستشو بگی راستشو بگی. حالا چطور اینو که راست اینو که اینجوریه حالا اینطوری هستی راست، هم راست بگی و همین که خودتو عملا با این سوال وفق بدی. من براتون یه ماهیگیری جدید میگم، این که خیلی راحت همون اول میگم sehr gute Frage، همون اول میگم چه سوال خوبی، شروع کنم به بلا 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 صحبت کردن. این مورد چی؟ میگم که من چندوی کار مثلا همزمان انجام میدم، مولتی تاسکینگ هم مثلا این کار رو میکنم، از وجدانم میگیرم که این کار رو باید انجام بدم. پادکست شما مثال بزنید، حالا مثالی که مرزی هم زد هم خوبم بود، هم تو مثال میزنید که من پادکست گوش میکنم، نهار میخورم، همون لحظه فیلمم میبینم، یه فیلم کوتاه هم میبینم، اخبارم میبینم. خب و اینو البته من خیلی قشنگ همطوری میگم و در انتها، ولی میدونم که از نظر بسیاری از متخصصان، آها ببین الان شما خیلی فکر کنم به جز حسین که حالا البته فکر کنم تو کارش متوجه شده بود این قضیه رو، شاید این ویدیو رو ندیده باشید یا این تحقیق رو ندیده باشید، میگیم بسیار متخصصان میگن که نباید همزمان کار کنیم، میدونی که تو تحقیق موردش کردی، ولی این یه چیزیه که تو خون خودم اتفاق افتاده، تو زندگی خودم انقدر اتفاق افتاده، ولی سعی میکنم خودم با این شرط جدید وقت بدم و سعی کنم که روی کار متمرکز بشم. و خب من معمولا
توی تئوری باز برمیگردم به همون تو تئوری میگم تئوری چی بود؟ چرا تو تئوری تئوری چی بوده؟ هیچ آدم آشناستم توی تودو موارد رو مینویسم و دونه تیک میزنم و سعی میکنم که از این بعد تمام موارد رو از ابتدا شروع کنم و کار خودم زیاد شلوغ نکنم و این هم انگار جوابشو دادی که این کارو چیز کرد کی انجام موسی انجام داد یعنی هم این رو داشت هم اون رو داشت خیلی هم خوبه گفت مثلا من زندگی اینجوری میکنم ولی تو کار اینجوریام میتونید این مثالی هم که موسی زد رو ازش استفاده کنید همینطوری خیلی مهمه ببین چه چیزایی بهتون میگم مورد بعدی بچا اگه من یه وقت انجرامو از دست دادم دیگه به یادت هم بیاین حداقل وی کانت تو داین اربت متودن فبرسن چگونه میتونید در نوع کار خودتون کارتون رو بهبود ببخشید اونو کیفیتشو ببرید بالا خب ما یه مقدار در موردش قبلا هم صحبت کردیم خب توی سوالات قبلی اینجا میتونید بهش بس به دمادش صحبت کنید و مثلا من چیزی که خیلی به هم کمک میکنه همین تکنولوژی همین عکسی که میبینید تکنولوژی خیلی به من کمک میکنه و من اگه تکنولوژی رو نداشته باشم ذهنم بسته تر میشه اگه تکنولوژی در اختیارم قرار بگیره خیلی فکر و ایده های ناوی به ذهنم میرسه این مثال خوبی مثال دیگه مثلا من اگه همکاران عالی داشته باشم با کیفیت و تیم متشکل از بهترین ها داشته باشم خودم هم تو اون تیم قوی تر میتونم عمل کنم تا اینکه یه تیم ضعیف داشته باشم اینم باز یک بهبوده دیگه چی؟ مثلا میتونم بگم که کار تیمی رو من دوست دارم و توی اون خیلی بهتر البته بچه‌ای که حالا کار جزئی رو دوست دارم که دیگه باز بگن دروغ نگید دوستان یه اوی مثلا بگید من کار تیمی دوست دارم کار تیمی کردن خیلی سخته بگید مثلا کار من تا الان کار تیمی انجام ندادم دوست دارم چالش رو قبول کنم میتونید اینو بگید ولی دروغ نگید که من کار تیمی رو دوست دارم همینطوری خب بریم سراغ قسمت جذاب فصل جذاب این قسمته و آمار ارقامی هم که حالا در اختیار شما قرار دادم جدیدترین آمار دوچلند هست در حال حاضر اگه چیزی دیگه هم بود لطفا بهش اضافه کنید خب ویویش دیگه ایستگل فوزی پول چقدر برش مهمه این رو که سوال پرسید میخواد بره روی شما کم کم باید برید سمت گلد دیگه برید سمت مباحث مالیات و پول و هزینه و از این حرفا مثال بزنم براتون برای این سوال بسیار جذاب مهم اگه این سوال رو پرسید که پول براتون چقدر مهمه دوستان میخواد بره سمت گفتم مالیات و بحثای این که شما میخواد حالا بحثای مالی رو بیارید وسط و یه مقدارات بعدیشو میخواد هم کنه موارد دیگه رو بهتون بگه و درزم به خدمت شما که اینا رو باید شما الان جواب بدید خب طبق چیزایی که اینجا نوشتیم میبینید که مهمترین چیز برای هر انسانی گزوندهایتشه سلامتیش اینو بگید این جدول رو دوست داشتین حالا عکس بگیرید از این قسمت گزوندهایت شما باید بگید پول مهم هست ولی سلامتی مهمتره مثلا شد این چیزی میگم از این کار استفاده کن همکارای خوب خیلی باحاله این گوت پارتنرشافت همکارای خوب تو دستی توی بل دوم قرار میگیره با 32% و این اینتکت فامیلیه یه خانواده حالا اینتکت 31% تو خانوادت هم میگی پس خانواده میشه سه در چهارمین مورد پوله چون مثلا داری آتیش میگیری خودت چیکار میکنی پولا رو پول اصلا برات مهم نیست و این تحقیقیه که ثابت شد دوستان از این آیتم استفاده کنید
توی کارتون از بهره بجوید، بجوید نه بجوید. بعدی مثلا اینشون استوخاوزه، یه خونه خوب به خونه به خونه اشپس اون فرایند این لذت شازی توی زندگیتون و فرایند دوستانت فرایحت آزادی فرزن همش تو لیبل های بعدی میتونید از همینا کار کنید، ولی این گزون تایر استفاده کنید. خب ویژه گهالت، قبل از این که اینو بگم سری نرید اصل مطلب، بذارید اونا سوال کنن، یعنی نرید سری سراغ حقوق اینا، مهمه ها، خیلی مهمه، بالاخره باید بدونید چه، ولی سری نرید اصل مطلب، یعنی خرابش نکنید کارو. به معنی گفتم سری کنید فرم گشبرش پوزیتیو داشته باشید. خب حبزی چه انتظار حقوقی داری؟ خب انتظاراتتون رو میای میگی خیلی کوتاه، مثلا میگی آقا معمار اینقدر در نظر داره، اینقدر برای معمار مطرحه، اما میاری و هرچی دوست داشتیم مطرح میکنی. یا مثلا سوال بعدی اینه که وی بگوندن زی ایغن او با دوش لیشه هوهن گهالت وونچ، گهالت وونچ شده اینجا باید بگی درخواست او بالاتر از حد متوسطت یا گهالت وونچ اینجا میای میگی انتظارات حقوق و دستمزد تو خیلی راحت مطرح میکنی، اصلا اونجا نگران نیست. اگه زیاد باشه همونجا نمیذارن برن، جلسه 5 دقیقه مثلا یک ساعت طول کشیده، شما صحبت کردی باهاشون و اصلا نگران نباش با قدرت، ولی تحقیق کن قبلش که این شغلی که میخوای انتخاب کنی چقدر. حالا من بهتون میگم خودم اتفاق افتادم بعد همین مخصوصا برای بچه که ایران حواسشون باشه، خوب تحقیق کنید که چی دارید میگید. خب چرا از دست دادن درآمد رو بپذیرید؟ اینم باز برمیگرده به همون آیتمی که قبلش به شما گفتم که حالا الان من اینجا بحران کرونا رو زدم که چقدر حاضری حالا از دست بدید نقطه کانونی رو پیدا. میتونیم نظر اونا رو بپرسیم که ببینیم اونا مد نظرشون چقدر اساسه این که این پوزیشن از دست ندیم؟ الان اینجا مرسوم نیست، مشکلی نداره، حالا بهت میگم، الان در ادامه بهتون میگم این یه سری، حالا در ادامه بهتون میگم که چه سری سوالات هم شما باید پرسید. اونا این سوال قبلی که یه سری سوال چیه که خودشون مطرح میکنن، ولی حالا مثلا این الان آیتم بسیار جذابیه. من فکر میکنم حقوق قبلی من ارزش مقایسه خوبی باش نداره، داری اونو توی چالش قرار میدی، چون قطعا میگه که شما توی پروژه قبلیتون چقدر میگرفتی، حالا طرف تو ایران داشته با ما 1.5 میلیون تومن حقوق میگرفته، ما 10 میلیون حقوق میگرفته، حالا اونجا میخواد بره مثلا 300 میلیون یهو هنگ میکنه خوشحال میشه. خب اولین اونگی من بود توی این قضیه، یعنی اصلا شما یه چیزی رو که اون میگه رو با این مدل، با این گفتن، با این الا خیلی میتلی که اینجا نوشتن میتونید از اون جواب بگیرید. میگه من قابل مقایسه نیست، اون اصلا موضوعش متفاوت بود، من ساعت کاری متفاوت بود، مواردش مختلف، زمانش مختلف بود، اینا هی میتونی بگی. یا میگه اصلا من حقوق اولیه بود، الان من فاقون که بیشتری دارم، تجربه خیلی قوی تری دارم، کیفیت کار بهتری رو دارم دیگه، اینجا قطعا جواب اوکی میگیری شما و اون شروع میکنه با صحبت کردن. این نکات که الان براتون گفتم نکاتی خیلی ارزشمنده شما. شما هم چون برای من ارزش داشتین براتون در اختیارتون قرار گذاشتم، اگه برام ارزش نداشتین این کارو نمیکردم. خب دیگه چی؟
بعد آها این قسمتش مهمه دوستان. Inzwischen stelle ich mir ein Gehalt zu Markt obligation. حالا کندوناسیون. دوستان این قسمت خیلی مهمه. همین قسمت رو شما بگیرید برید. یعنی همین رو بگید. بعد حالا هر چی بگید. فون مثلا توی فلانجا دیدم مثلا Gehalt und die رفتم دیدم که اینقدر میگیرن حقوق. اما شما هر چی راضی باشید من در خدمتتونم. شما چقدر راضی هستید؟ نظر شما نسبت به دانش و توانایی که من دارم چقدره؟ ببین چقدر قشنگه؟ هیچ نگرانم از گفتن این چیزا نداشته باشید. اوکی؟ خب بریم سراغ سوالاتی که حالا ما میتونید داشته باشید و آخرین مبحث این بخش های ما. سوالاتی که شما به عنوان متقاضی میتونید بپرسید. همه ایش بلا بلا مثلا قشتیگه فرشتنده؟ من فلان مثلا قسمت توجه نشدم میتونید بیشتر برام توضیح بدید یا هر چیزی. سوالات اینجا هست دیگه، حالا خودتون ببینید دیگه، نمیخونم. و در آخره که در مورد ویکنش میا دست که حرف و دیزش تلفاش دهله صحبت میکنید. خب ما این قسمت های این بخش ها رو خیلی سریع میگذاریم چون میخوام برسیم به مبادت انتهاییمون. یک نیم ساعت آخرم تقریبا میخوام اختیار شما بذاریم دیگه، حتی شما امر بفرمایید. خب اینا یه سری زمانی که شما کارتون انجام شده، اوکی هم شده، اونجا شما قیمت هم مشخص میکنید، طرف میگه که باشه ما به شما خبر میدیم، به شما خبر خواهیم داد، حالی میبینید رفت که بیاد باید پیگیری کنید دوستان، چون انقدر سرشون شلوغه و انقدر شاید براشون مصاحبه‌های مختلف شرکت میکنن شما رو فراموش میکنن. اما این نباشه بلافاصله فرداش برید نامه بزنید. این یک قدم خیلی خوبه برای یه نامه، میتونید با این فرمت با این آیتم ازش استفاده کنید و خیلی هم به کارتون میاد. به همین آیتم میرسید معمولا دو روز بعد یا ترجیحاً سه روز بعد شروع میکنید به نامه دادن. دقت کنید یه سری چیزای مهم حواستون باشه. شما احتمالاً 4-5-6 تا مصاحبه داشته باشید، حالا یهوی حواستون نباشه یه بر یکی دیگه ارسال کنید، تمام فراموشش کنید دیگه، اونا دیگه نابود کردید کارتون رو. خب اینم حالا یه نمونه دیگه است. تایید مصاحبه هم که حالا این نمونه است که این نمونه خیلی مهمه. ما حالا به اون مسئول مورد من ادان گفتم. دوستان همونطور که من از شما داشتیم صحبت میکردیم اسم و اطلاعاتتون رو توی دفترم داد کردم. حالا شما مشاهده تعدادتون یکم زیادتره، ولی اونجا شما اون جلسه صفحه 4 نفرن. من بیشتر چیزی که بوده مثلا باشون مصاحبه کردم 4 نفر بودن. که حالا یک روانشناس بوده، یکی همون مسئول کارگزینی بوده و دیگه حالا یکی که معمار بوده و حالا یکی دیگه هم فکر میکنم منشی بود اگه اشتباه نکنم. آره 4 نفر بودن دیگه. آره بعد اینو میان صبح خود کارفرما اصلی هم جلسه آخر مثلا باش صحبت کردم. متوجه شدین؟ این برای تایید مصاحبه تلفنیه. خب این برای تایید مصاحبه چیه؟ تلفنی دوستان. برای تایید مصاحبه یعنی شما زنگ بزنید، شما رو که دارید قطعا دیگه گرفتین و حتی انتهای مکالمتون وقتی در از آپشیت کنین بگیرید شماره های تک تکشون رو. اشتباه منو نکنید که نگرفتم بعضی ها رو. باز شما زنگ میزنید نمیدونم وصل میشه به فلانجا و نمیدونید به کجا وصل بشه. این اتفاقات میفته. حواستون با شماره داخلیشون رو بگیرید، مال تک تکشون رو بگیرید، شخصیشون حتی، چون با شما مصاحبه کردن به شما میدن، هیچ نگران هم نباشید. خب اینطوری میگه صاحب جناب مثلا فلانی، حالا آقای کارگزینی، چون یادداشت کردیم دیگه میدونیم، دقت کنید دیگه، از اول شما با مصاحبه برای سمت فلان وقتی میبری سمت فلان دیگه ذهنش میره میگه آها من باهاش یه جا مصاحبه کردم. حالا خیلی خوشحال میشم که
قرار ملاقات ست کنید که بتونیم همدیگه رو حضورم ببینیم اگه نیاز بود، یا برای بچه‌ای که داخل ایرانن برای من یک چیز بفرستید. عرضم به خدمت شما که چی بهش میگن؟ مکنید نه ویزی کاری قرارداد بنویسید. برای من یک قرارداد بدید. اینجا میگیم برای من یه دونه قرارداد بفرستین که من ببرم سفارت بتونم کاراشو بکنم، مثلا یه همچین چیزی، یعنی یه جور بندازنش تو گود یادش بیاد. و من مشتاقم مشتاق آشنایی شما از نزدیکم، خیلی دوست دارم ببینمتون، ان شاءالله که خیلی برای بچه داخل دارم میگم. و اینطوری همین راحتی شما سریع وصلش کنید موضوع. و آخرین آیتمی هم که میگید haben Sie noch Fragen an mich oder soll ich etwas speziell چی mitbringen، همینو میتونید بگید. haben Sie noch Fragen، همینو بگید بهشون، سوالی دارید، موضوعی بوده، این میشه برای تایید مطلبت. این برای تلفن بود، قاطی نکنید. اینم ایمیل میتونید به اون شخص بزنید، مثلا اگه با خانم فلانی صحبت کردی، آقای فلانی صحبت کردی، به اون شخص مستقیما میزنید، باهاش صحبت میکنید. یه مورد مثلا من یه کاری بود، چون من صحبت کرده بودم و اینا گفته بودن که ما میخوام از نزدیک شروع ببینیم و هر کاری هم که شده باشه برای مثلا سفارت براتون انجام میدیم، ولی میخوام شما نزدیک اینجا براتون قرارداد ببندیم. یعنی هدف چی بود؟ که ویزا رو ویزای جاب زوخه کنن، یعنی به جای جاب آفر تبدیل بشه جاب زوخه. خب من با خیلی از دانشجوام صحبت کردم، یکم که صحبت گفتن اصلا شما رقمی که دادین خیلی عجیبه، این چیه؟ ما خیلی بیشتر از این حرفا میارزید. بعد ما اوائل هم بود نمیدونستم قضیه چیه. خب اینجا نیاز به لغو مصاحبه هم دارید. ببین ذهنشون ذهن بد نشه، اوکی؟ یعنی در مورد شما بد فکر نکنن. و اینجا خیلی مهمه که شما این لغو مصاحبه رو انجام بدید. یک نامه اینقدر جذابه، این یه نامه کوچیک کوتاه فرستی برای حالا اون طرف و خیلی هم خوشحال میشن. ولی میتونید توی اون، میگم در این انتهاش هم همینه، مثلا میتونید توی اون ازشتون تشکر کنی و یک چیزی هم بهتون، حالا یک انگیزه هم بهتون میده. شاید بارها این نمونه رو برای شما ارسال کرده باشن، بعضی داغ دلشون فکرم تازه شد براتون که شما رو در موفقیت های بعدی شما خوشنودی مونه. از این حرف رو میزنم، همه هم یک شکل بفرستن کپی پیس همش و همون رو جمعه هم بفرستن، یه حالی بهتون میده. نه الان گفتم مثلا یه حالی بودم خود بله خب من نمیدونستم، اطلاعات مثلا بعضی هاشون نداشتم، بعد خیلی بده میگم همه چی رو. کسی نبود مثل رامتنده نبود بیاد اینجوری ببینه برای من بذاره. چی گفتی؟ خب فرشتنون گشپش ابلاگین بگن، همون لغم یه مثال دیگه است. نم یه مثال دیگه، بازم یه مثال سب کنیم، حواسم نیست. مثال هایی که داریم میزنیم مثال هایی که هر کدومشون به یک دلیله. آقا دلیلشو باید بگی. حالا من اینا دیگه آماده است دیگه، فقط اسم و اطلاعات رو میخواد فقط تغییر بده. و اینا هم بهتون بگم اصلا دیگه نباشید، خیلی از آیتم ها رو معمولا کپی پیست میکنن، اسم و اطلاعات رو خودشون عوض میکنن. شما که فر به حالی شما که منتش باختون یه چیزی هست. خب اینجا من توی قبولی توی مصاحبه دیگه بوده، مثلا دوم مصاحبهش بختی، آخ این خیلی جذابه بچه، این یعنی آدم حال میاده، مثلا لذت میبره. این مدل یه جا دیگه مصاحبه شرکت کرده باشی و خیلی پول بیشتر و کیفیت بهتر و ارزش تو بیشتر قائل باشن، نمیدونم شرکت قوی تر باشه اینا، اینو بفرستی برای اونی که
باش صحبت کردی ولی قیمت کمتر داده. نمیدونی چقدر زد بخش. پس برای این بود. این برای چیه؟ این شما میایین تو حالا مثلا یه سری مشکلات برنامه‌ریزی داشتین، حالا تایمشو میتونید عوض کنید یا لغوش کنید جلسه رو، بعد این استفاده کنید. یه صدام تالاش. این دیگه به خاطر مسافته. اوکی، مثلا من خیلی رام دور بود و متأسفانه نتونستم برسم و برای مسافت از این آیتم استفاده. خب این برای خانکن هایت دیگه، برای بیماری تونه از این فرم استفاده میکنه. خب این هم که اونه به گوندون، یعنی اگه شما اصلا این دلیل اینم حال میده اینم حال میده، اصلا دلیل ندارم همینطوری دلم خواست اینم حال میده، خدا اینا چقدر حال میده به شما. چون بدونید یه مورد هم بهتون بگم، حتی میخواستم در انتها بهتون بگم الان میگم. دوستان اگر 20 تا میفرستین مثلا 10 تا از اینا رد میشه، خب البته من کاری ندارم، شاید موارد ازمتون کیفیتتون اینا ضعیف باشه، من اون کاری ندارم، ولی اگه واقعا حرفه‌ای باشید و خوب باشید و بعدتون بعد رد بشید، کپی هم هستا، الان اینو بهتون میگم، همه هم کپیه. این اصلا اتومات ربات داره این کار انجام میده. اصلا نگران نباشید، اصلا ناراحت نباشید، لذتشو ببرید، بازم بفرستید. اون ارزش شما رو نمیدونسته و نه شما ارزش اونو. بازم سلام عرض میکنم جناب خیابانی عزیز. خب به تعویق انداختن تاریخ مصاحبه هم با این فرمت تعویق میندازی تایم تو با این آیتم. این چقدر قشنگه. این یکی از آیتم، حتی من میخواست نکات خیلی بیشتر بگم. دوست دارم حالا شما اگه دوستین نکاتی که این مدلیه بگید، اینا توی مصاحبه از این آیتم ها میتونیم استفاده کنیم. واو das habe ich so noch nicht gehört oder erlebt. من اصلا اینو تجربه کردم، نشنیده بودم. وقتی واقعا یه چیزی که جواب نداری، حالا خب ما از توی این گروه هم بیشترشون خانوم هم، ولی دیگه میدونن دیگه خانوم میگن دیگه، خانوم اگر قبول نکنی دیگه تو گیه دیگه باید قبول کنی. یعنی پس هر طرف حق به خانم هست، یعنی بس هیچ چیزی نداری، دستی نداری، هیچ کار نمیتونی بکنی. بس این هم دقیقا همینه، یعنی یک جوابی داشته باشی برای خودت با این آیته. خب دوستان عزیز، جلسه ارزشمند ما اگه غیر اینه خب بکت به اتمام رسید و خیلی خوشحالم که حسین تا انتها بود با ما. این جلسه خوب بود و امیدوارم که لذت برده باشید. نظراتتون رو خیلی دوست دارم بشنوم. اگه نظری، حرفی، حدیثی دارید بگید و سوالاتتون رو تک تک الان جواب محسن چند سوال پرسیده بود، میتونم همچنین همه رو الان وقتشی که جواب بدیم، نیم ساعت باقی مونده رو اختصاص دادیم به شما. هر نظر، ایده، فکر، برنامه، کمک، هر چیز. اون مورد قبلی، یعنی این گزینه ارزان به خدمت شما که حالا نکات مهمی که فکر کنید میتونید اضافه کنید رو من با اشتیاق گوش میدم و در خدمت شما هستم. امیدوارم که لذتم برد بشید. خواهش بکنم. اول از همه تشکر میکنم از شما بابت این فرشتونز گشپرش که گذاشتین. صحبت خاصی نیست، همه چیز کامل بود به نظرم. حالا دوستان اگر سوالی دارن میتونن بپرسن و اگر من چیزی بلد بودم حتما در خدمت هستم. اول ممنون از شما، مرسی که وقت گذاشتین و خیلی کامل توضیح دادین. فقط من متاسفانه
اینترنت هم یه خورده ضعیف بود چون که بیرون بودم و کامل نتونستم بعضی قسمت ها رو گوش بدم. ولی خب در کل من فکر میکنم از بین بچه هایی که اینجا باشن اکثرا از آلمان جاب گرفت، آفر گرفتن، درسته؟ اتریش هم هست. آها خب ولی کسی از ایران نبوده که بتونه آفر بگیره؟ چرا ولی نیومدن؟ نه من نمیبینم. آها نه من نمیبینم. درسته. من در واقع اولادن نمیبینم. آها من سه چهار تا سوال داشتم. یکی اول این که گفتم این که مثلا میگن که شما خودتون 5 سال آینده 10 سال آینده کجا میبینید؟ خب واقعا دوست دارم یه چند تا آلترناتیو حالا جوابی که مثلا میتونم بدم، حالا اگه بچه ها در نظر داشتن به هم بگم. و یه موضوع دیگه در مورد حقوق، مثلا خیلی اکثر شرکت ها خب وقتی میرسن به مرحله حقوق میگن خب حقوق پیشنهادیتون چیه؟ من واقعیتش مصاحبه دومم، مصاحبه اولم که کلا یک مصاحبه خیلی کوتاه بود و من دیدم که افکارهای من خیلی زیاده و واقعا خیلی واقعا نمیتونستم از پس اون کار رو بر بیام و خودم اصلا کلا اوکی نبودم برای اون کار. بعد برای مصاحبه دومم این قسمتی که رسیدیم به حقوق برگشتم و من گفتم حقوق پیشنهادی چیه؟ خب من واقعیتش هدفم این بود که فعلا هدفم اینه که از ایران برم و واقعا اینقدر حقوق برام مهم نبود. بعد من گفتم که هر چیزی که اداره کار تایید کنه. بعد یه سری بچه ها به من گفتن این حرف رو نباید میزدی، یه جوری خودت رو اوبردی پایین و ممکنه اونها به تو اعتماد نکنن و بگن که مثلا ممکنه کارهای تو کپی بوده و کسی که اینقدر خودش رو پایین میاره که یه حداقل اداره کار رو بخواد پیشنهاد خوبی ندادی. این که اگه مثلا بچه ها به من راهنمایی کنن که من برای حقوق پیشنهادی چی و چه پیشنهادی میتونم بدم. و یه مسئله دیگه این که سوال های تخصصی چه چیزهایی ممکنه بپرسن. واقعیتش من کل مصاحبه دومم یه چیز حول و حوش نزدیک 1 ساعت شد، 2 تا مصاحبه کننده داشتم و کلا اینها یک سوال، فقط یه سوال تخصصی از من پرسیدن، اون هم به شدت جزئی از آرشیکت که من واقعا من آرشیکت در حد اینکه با کارامو بتونم باهاش انجام بدم کلیتش رو بلدم، ولی خب اون سوالشون خیلی جزئی بود و من خیلی رو راست گفتم من بلد نیستم اونو. و اینکه اگه بچه ها تجربه دارن تو این زمینه خوشحال میشن به من بگن. حالا یه سوال دیگه هم داشتم اون، ولی خب الان به یادم نمیاد به خاطر نمیارم. آره بذارین همین سوالتون رو بچه ها جواب بدن. آره نیست دستتون برنگره. بعد اونم یکم فکر کنید در مورد اون سوال بعدیتون که بعد از ببینیم کی میتونه جواب شما رو بده. آره باشه خیلی ممنون. خب کدوم عزیز میتونه جواب محسا رو بده؟ اجازه دست من جواب بدم؟ بفهمین. باشه خیلی ماشاءالله سوالات انقدر زیاد بود که من فکر کنم یکی دو تاش یادم رفت. ولی سوال اول در رابطه با در تو 5 سال آینده و 10 سال آینده بود اگه اشتباه نکنم. این سوال مربوط میشه به آینده کاری شما که معمولا هم پرسیده میشه، چرا که اون شرکت که میخواد شما رو استخدام کنه میخواد برای شما سرمایه گذاری بکنه و میدونی که شما که میاید تجربه کاری به اون صورت توی آلمان ندارید، یا مثلا کسی که اینجا توی آلمان درس خونده و مثلا فوق لیسانس گرفته یا لیسانس گرفته میدونی که خب تجربه کاری به اون صورت نداره، پس این شرکت میاد برای شما سرمایه گذاری میکنه و وقت میذاره و شما رو در واقع انگیاربایتت میکنه، یعنی به شما درس میده، شما رو تقویت میکنه، به شما کار یاد میده و شما خب قطعا یه سری بک‌گراندهایی داری، یه سری پیش‌زمینه‌ای داری که اون شرکت شما رو انتخاب کرده و میخواد این هزینه‌ای که داره میذاره، این از لحاظ تایمی، انرژی و مالی، میخواد ببینه که 5 سال دیگه مثلا نیه بگی من میخوام برم شرکت خودم بزنم، تأسیس کنم در واقع، و توقع داره که شما مثلا توی بلند مدت باهاشون همکاری بکنی و شما میتونی مثلا به عنوان جواب بگی که من دوست دارم که توی زمینه‌های مختلف پیشرفت بکنم، دوست دارم توی مثلا مبحث برانشوتس یا همون اطفای حریق ساختمون مثلا بیشتر یاد بگیرم، دوست دارم توی
بخش باولایتون وقتی که مثلا تجربه کاریم بیشتر شد مثلا یکم تجربه کسب بکنم، چون خیلی مهمه وقتی که شما طراحی میکنی و ترسیم میکنی و بری سر باوشتله یا هم سر پروژه و در واقع ببینی از نزدیکی، ببینی که چیکار کردی، چی ترسیم کردی، فقط این نباشه که ترسیم اینا رو مثلا باید بگی که دوست دارم که تو زمینه مختلف تو این چند سال آینده پیشرفت بکنم و بتونم که مثلا به شرکت کمک بکنم و به پروژه بزرگتر برسیم و اجراشون کنیم. این در رابطه با سوال اول. در رابطه با سوال دوم که در رابطه با حقوق بود، شما میتونید توی گوگل سرچ بکنید Gehalt für Architekten و به سری جواب میرسید. مختلفه، برای کسی که بهش میگن Anstiegs Gehalt میتونید بزنید Anstiegs Gehalt für Architekten، یعنی Anstieg اصلا همون Ansteigen میاد، یعنی سوار شدن، یعنی همون اولین تجربه کاریتون رو میگن Anstiegs Gehalt، حقوق اولین تجربه کاری، اگه بخوام به فارسی ترجمهش کنم. این مختلفه، شرکت های خیلی قدر و درجه یک اگه بخواید برید بهتون حقوق خیلی پایینی میدن، مثلا شرکت های مثل کافتام برای لانچاف آرشیتکتا یا هاهاپه برای آرشیتکتا و یا حتی شرکت هادی تهرانی توی هامبورگ، اینا مثلا حقوقشون حقوق پایین، چون میگن که شما دارید توی شرکت درجه یک کار میکنید پس دارید یاد میگیرید وقتی پیش شما کار میکنید. برمی خاطر اصلا رنزو پیانو آرشیتکت ایتالیایی میگن که ماهی 2000 یورو میگیره که کارآموز بیاد پیشش کار بکنه، یه همچین چیزی واقعا هست. ولی شرکت های دیگه که حالت مثلا متوسط دارن برای Anstiegs Gehalt چیزی بین 2400 یورو در ماه تا 3500 یورو در ماه در نظر میگیرن، بستگی به پورتفولیوی شما داره، بستگی به اینکه چقدر قوی هستید و چقدر کار کردید، چقدر تجربه دارید. ولی معمولا باید روی ماهی زیر 3000 تا برای شروع حساب بکنید، ایدئال وایزه، یعنی در حالت ایدئال. سوال سومتون یادم نیست، اگر میشه یه بادی بپرسید من در خدمتون هستم. سوالای تخصصی اگه مثلا در مورد نرم افزار باشه چه سوالایی میتونن بپرسن؟ کلا بخش تخصصی تو مصاحبتون چه سوالهایی از شما پرسیدن؟ سوال تخصصی معمولا نمیپرسن تو فورشنز گشپرش، بیشتر شما بیس رو میذارن روی پورتفولیو که شما فرستادی یا هم آربس مپه و خب مثلا شما این نقشه اجرایی ترسیم کرده باشی گوشه باشی توی پورتفولیو، بیس رو میذارن که شما آس فونگز پلانون بلدی، یعنی بلدی که دیتیل ترسیم کنی. خیلی کم پیش میاد که مثلا بخوان سوال تخصصی بپرسن و منم هیچ وقت همچین تجربه‌ای نداشتم که ازم بپرسن که مثلا اجرای مثلا سقف کاذب در صورتی که مثلا مشکل بغان شوت داشته باشه چه اتفاق میفته. ولی خب شما باید آماده باشید دیگه، ممکن بعد شرکتام بپرسن. من دوستام بودن که ازشون پرسیدم و یکی از دوستان بود توی برلین که گفتم بیا شرکت فلان پلانو ترسیم کن، که خیلی خوب نبود و مثلا کسی اختشن چون رویت کار بود و این اتفاقات ممکنه پیش بیاد. سوال تخصصی ممکنه بپرسن ولی احتمالش خیلی کمه به نظرم که سوال تخصصی ازتون بپرسن. خب این اوسپلانون پرسیدن تا اونجایی که بلدید شروع کنید به توضیح دادن و از لفظ ایش ورسس نیشت استفاده نکنید تا اونجایی که ممکنه. خب چه جمله جایگزینه میتونم استفاده کنم؟ هرچی که بلدید رو استفاده کنید، ممکنه غلط هم باشه ولی شروع کنید به توضیح دادن، شاید اصلا یه چیز شبیهش رو شما بلد باشی و همون شروع کنید توضیح دادن و بگه خب اشکال طرف پیش خوش میگه خب این کسی که اومده اینجا مثلا شما اومدید تو دفتر این سوال بلد نیستید، اشکال نه ولی یه چیز دیگه میدونید، یه چیز شبیهش رو میدونید، یعنی این پل زدنه، یعنی این که یه گیر میکنید بعد یه سری تکست و به قول خود آقای چرخنده عزیز که گفت پرزنتاسیون درست کنید بر خودتون، به خاطر به اینجا کمکتون میاد، یعنی شما یه سری تکست از قبل حفظ کردید و جایی که میرید گوشه رینگ اونا رو استفاده میکنید. اینجا دقیقا جایی که اگه رفته گوشه رینگ
نمیگی نمیدونم، یه چیز شبیه شو به حال کار کردی یا تجربه داشتی دیگه، ته ته تهش اینه که میگی که من واقعا ایشب کنه کنکرت ارفاهم دامید، یه هم چیزی مثلا یه جمله بندی میکنی میگی من خیلی تجربه زیادی ندارم در این مورد، ولی به نظر من استرس اینو نباید داشته باشید که حالا به حال معماری خیلی گسترده است و خیلی چیز هستش که خیلی از معمارا نمیدونن، قرار نیست هر معمار همه چیزو بدونه. درسته. و اینکه این اوسفوگونز پلانونگ همون پلان فاز دو خودمون تو ایران میشه درسته؟ توی آلمان 9 تا فاز میشه، فاز 5 دقیقا میشه فاز 5 توی آلمان، میشه فاز 2 تو ایران. درسته. و اگه از شما گفتن چه فازهای کار کردی نگید فاز 5، چون میگن که فاز 5 میشه فاز پیش طراحی، فور اند بورس پلان میشه، یعنی پیش طراحی میشه، بگید فاز 5. و این آخرین سوالم من یادم اومد، این آرباید اشتهله ها، خب من چه تایتل هایی میتونم سرچ بزنم؟ الان مثلا من الان فاز 1-4 آلمان رو کار کردم، خب فاز 2 رو مثلا تو ایران کار نکردم، بعد من الان نمیدونم چه تایتل هایی میتونم سرچ بزنم. تا الان مثلا من آرشیتکتینگ میزنم، بعد تو صفحه جناب مهرت من دیدم که گفتن حالا مثلا آرشیکت رو سرچ بزنیم توی یه تایتل هایی که میخواییم دنبالش بگردیم، ولی خب الان هم فکر میکنه که بچه ها گفت با اوسایش نبزنم، گفتم اگه شما ایده به ذهنتون میرسه برای آرباید اشتله ها بهم بگین که من حالا کمکی بشه برای فازهای 1-4 که من کار کردم یه کمک بشه بتونم برای کار پیدا کردنم. ببین بحث باوتاشنون اینجا یه نوع آسپیلون شما باید بگذارونی تا البته از ایران هم میشه این کار کرده، ولی خود باوتاشنون یه نوع آسپیلون گیره، مثلا 2-3 سال طول میکشه طرف میره این آسپیلون بگذارونی، یه نوع حالت مثلا دانشگاه طوری هستش ولی خب مثل دانشگاه نیست. اینکه شما چه تایتل رو بزنید بسیاری به من یه پی دی اف فرستادم با اجازه شما توی چت رو در مورد اینکه یه آرشیتکت چقدر میتونه درخواست حقوق بکنه، اینو که از دوسنتای من دو هفته گذشته اینو به من در جواب سوال من که مثل مهسا خانم که پرسیده بود چقدر باید پیشنهاد حقوق بدم، و اون رو من این سایت رو معرفی کرد و این پی دی اف خوبیه، حالا شاید کمک بشه. و در مورد من خودم در مورد اینکه من تو ایران تجربه کاری نداشتم و فقط به عنوان باوساشنقیم کاری کرده بودم و بعد اومدم اینجا و گفتم یه مدت کوتاهی پرکتیکوم انجام دادم، چقدر تفاوت هست بین معماری اینجا و ایران و چقدر تیفتره به اصطلاح. ولی چیزی که من همیشه یه جورایی رو که بگم میترسونه اینه که من همیشه از این میترسم که وارد یه مصاحبه کاری میشم یا اصلا اینا رزومه منو میخونم و نگاه میکنم میبینم من تجربه کاری نداشتم، واسه همین من همیشه میگم که بهتره که من به ورمونگامو اول به عنوان یه باوساشنقیم بفرستم و بعد اگه ازم پرسیدن که برنامه‌ات برای پیشرفت کاری و اینا چیه بهشون میگم که آره بعد دوست دارم همون تو شاخه برند شوت یا مثلا نمیتونم انرژی به قطع این مثلا چیز کنم انتیکل. خب ولی این برای من یه و وقتی با مثلا کسای دیگه صحبت میکردم با آرشیتکت های دیگه صحبت میکردم میگفتن که این خوب نیست که تو اولش خواهد تو اینجوری یه جوره میگن ارزون مثلا اینجوری میگفتن ارزون بفروشی و بعد خیلی سخت میشه برات دوباره بخواید بیایی تو شاخه معماری. این بزرگترین سوال منه که من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم، آیا مثلا این خیلی این موضوعی که اصلا خودش من خیلی اذیت میکنه، اصلا اینکه من خیلی تجربه کاری تو ایران نداشتم. من خودم حالا میگم چون که اینجا خیلی دلم میخواد که بچه هایی که عضو آرشیتکت کاما هستن بگن، مثلا من شنیدم که 80 ساعت باید دوره بزنی و 2 ساعت توی دفتر معماری کار کنی، چه جوری این کار کردن، چطور بوده، چیکار اصلا چه سمینارهای بهتره که آدم بگذرونه، یکی این خیلی برای من
دوست دارم نمودش بدونم و اینکه اگه بتونن گروهمون ادامه پیدا بکنه و بچه ها تجربیاتشون اونایی که مثلا دارن کار میکنن تو این شاخ و اینا در اختیار ما قرار بدن، من یکی که خیلی خوشحال میشم. واسن خیلی هم زحمت کشیدید، معمولا فکر نمیکنم شاید کسی شاید 10 دقیقه هم نیاد روی وقت و به صورت رایگان واسه کسی بذاره 3 ساعت یه نفر وقتشو قرار بده. نه حالا مطمئنم پشت این قضیه چندین ساعت وقت برای آماده کردن این متن و پاورپوینت و آماده کردن این قضایا بوده. من خودم از طرف خودم از شما تشکر میکنم، دیگه نه حرفی ندارم. سلامت باشیم. باشه من در مورد موضوعی که گفتین حالا صحبت میکنم، به موضوع جامعه اونو در انتها صحبت میکنم. خب بریم سراغ نفر بعدی، سوال و آیتما رو داشته باشیم چون بعد میخوام سوال که نه، ولی اینکه شما گفتین که از ایران اصلا نتونستن جواب بگیرن، حالا توی سالهای گذشته که من در جریان نبودم، یک سال و نیم تا دو سالی این هدف رو انتخاب کردم، تقریبا دو سال هست که توی نوبت جاب سیکر هستن و به خاطر کرونا بسته شده، ولی خیلی از دوستان من حالا چه تو رشته خودم و تو چه رشته های دیگه بچه جاب آفر گرفتن رفتن، حتی با زبان انگلیسی خیلی بچه های معماری هم بودن که مثلا جاب آفر بگیرم، یعنی به شخصه و به وجود دیدم این قضیه رو. و یکی از مشکلای من دقیقا همین مشکل دوستان بود که این که سیستم ساختمان‌سازی ایران و آلمان خیلی متفاوته و این ترس برای من هم وجود داره که ما چجوری میخواییم آداپته بشیم با این سیستم آلمانی ها و ما رو بپذیرن. من خودم تقریبا 11 سال تجربه کاری دارم و اکثرش هم ناظر اجرایی بودم، یه شاید 2-3 سالیه که دارم بیم کار میکنم و توی طراحی ها هستم. به لحاظ نرم افزار شد سال 86-87 بود که اوکی بودم با این قضیه، چون هنرستانی بودم، این از همون سال 85 من توی حیطه معماری فعالیت داشتم و بعد از فارغ التحصیلیم به دربزرگم چون پیمان کار بودم باشون شروع کردم کار کردم. خیلی با نرم افزار اوکی نبودم تا این اواخر و اکثرا سر اجرا بودم، کاملا سیستم ساختمان‌سازی ایران رو بلدم، ولی این ترس رو دارم که نتونم اونا آداپتشم. این فرصت رو به ما میدن که بخوایم این کار بکنیم یا از ایران که بخوایم مصاحبه کنیم چجوری ما بخوایم خودمون رو بهشون ثابت کنیم، بخاطر اینکه یه پورتفولیوی که شما برشون میفرستی نهایتا یه چارت رندر و چارت نقشه کشی که اکثرا تو دانشگاه یاد میگیریم و حالا درسته که دانش بحث دانشگاه به بحث کار خیلی 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 فرق میکنه، ولی باز اون بیس تجربه رو بچه ها دارن و این بیس تجربه نمیدونم که کفایت میکنه که بریم اونجا و بریم اونجا یه دفعه نبینم که اون انتظاری که از ما داشتن برملا بشه و عذر ما رو بخوام. اول خواستم تشکر کنم ازتون بابت این زحمتی که کشیدید، این کلاسی که گذاشتید، چون من خیلی تو یوتیوب و اینا سرچ کرده بودم، یکی دو هفته پیشم یه مصاحبه داشتم حضوری، بعد واقعا نکاتی که گفتید یعنی هم جمع کردید همه این نکات، یعنی فکر کنم آدم 10 تا بعد یوتیوب رو نگاه کنه، تازه اونم فارسی نه آلمانی، که بتونه اینا رو جمع بندی کنه و یه همچین جلسه ای رو تشکیل بده. خواستم تشکر کنم بابت وقتی که گذاشتید. بعد من آلپلان از شما یاد گرفتم، یعنی از دانشجوی آلپلانتون هستم، تو این دوره طریق آشناییمون اینجوری بود که خیلی سرچ کردم، فقط هم شما اینو تدریس کردید، از اونم خواستم تشکر کنم، چون جایی که پیدا کردم واسه کار خیلی تاکیدش، یعنی فقط رو آلپلن کار میکردن، یعنی کار میکنن و اینا. بعد یه نکته فقط دارم بابت پیگیری که شما فرمودید، من یه جا ایمیل پیگیری زدم بعد خیلی دیر جواب دادن، بعد ولی خب گفتن که همین ایمیل معروف که شما گفتید و فرستادن، ولی خب دوباره شاید باور نمیکنید الان 2 ماه همونو دارن دوباره آگهی میکنن. بعد اینم میخواستم بدونم که یعنی پیگیری لازمه، مثلا 2-3 آیتم دیگه هم من دارم پیگیری نکردم، بعد ولی خب اون استرس دارم که اگه پیگیری کنم مثلا جواب منفی بدن، اینو میخواستم اگه ممکنه یه توضیح بدید. بله بله در مورد این قضیه صحبت کنم، این که یاداش کردم مصابقه ممنون که با ما همراه بودی و توضیحاتم خیلی خوب بود. چشم
من اینجا یادداشت کردم در انتها صحبت میکنم. بریم سراغ منصور خانم. من میخواستم تشکر کنم اول ازتون بابت وقت و انرژی که گذاشتید و سوالم توی زمینه بیم هستش، چون من 3 ساله که بعد از مقطع فوق لیسانسم مشغول به کار بودم ولی توی متد سنتی کار آلمان، و بعد از این مدت که تجربه کسب کردم ترجیح میدم که توی دنیای بیم وارد بشم. آرشیکادو از سایت شما پیدا کردم و یاد گرفتم، ولی با تحقیقاتی که کردم رویت خیلی تو این زمینه قوی تر عمل کرده و در حال حاضرم به زبان آلمانی دوره بیم مدلر میبینم. برای من خیلی الان مهم هست که اینو بدونم که من آیا باید رویتم رو قوی بکنم یا همون آرشیکدی که باهاش پروژه مسکونی کار کردم کافی هست. منظور من اینه که انرژی رو بذارم برای بهتر کردن رویت یا نه، آدم وقتی که مصاحبه بره و حالا یه شرکتی با رویتم باشه میشه یادش گرفت. خیلی ممنون. خیلی ممنونم از آخرین سوال بود دیگه، فکر کنم کسی دیگه نیست. اگه کسی دیگه هم هست بفرمایم که سوالشون رو بشنوم و بعد جواب رو میخوام خدمت شما بدم. فکر نمی کنم دیگه کسی دیگه ای باشه. خب بسیار عالی دوستان، خیلی ممنون از سوالاتی که پرسیدین و مواردی که گفتین. خیلی وقت پیش بودش که حدوداً فکر میکنم 8 ماه پیش، شادم بیشتر 1 سال پیش، قول دادم که یه جلسه بذارم برای بچه های زمانی که حتی زبان آلمانیم خوب نبود، یعنی اصلا زبانم خوب نبود. من هیچ موقع روی همیشه رو سر قولم بودم، همیشه یعنی تعهد داشتم به خودم، یعنی اگه یه وقتی هر دانشی داشتم اونو یه جوری برسونم به بچه. به خاطر همین قضیه هم این جلسه رو حقیقتشو بخوام یکی از بچه ها، یکی از دانشجو خودم که حالا فول دوره رو معمولا دارم، بچه هایی که آرمان همشون معمولا فول دوره رو دارن، به من گفتش که همچین برنامه یه همچین جلسه رو بذارید، من میام فلان کار میکنم، شما بیام فلان کار رو انجام بدیم با فلان قدر هزینه، الان مثلا فلان جو دارن اینقدر میگیرن، شما اگه بیام چون تخصصی اینقدر. و حقیقت شو بخوام من با خودم در نظر گرفتم که این کارو نکنم، چون من از و بیام به صورت رایگان در اختیار عزیزان قرار بدم، حالا هرچند که الان دیگه به جراحی حنجره برم احتیاج دارم، اما حقیقت شو بخوام بگم خیلی از مباحثی که در حال حاضر میبینید، یعنی آیتم هایی که گذاشتم برای شما توی این جلسه، آره چند تا ویدئوی بسیار چند شاید نزدیک 500 تا ویدئوی خیلی ارزشمند توی یوتیوب هست که من از همون، حالا یکیشون یه خانومه ای هستش، خب خیلی قشنگ توضیح میدن، ولی جلساتشون همه 1 ساعت است و من اینو طی 3 ماه گذشته فقط میدیدم. خب اینا رو جمع وری کردم، دونه دونه نوشتم، حالا بچه هایی که من میشناسم میدونم یه دفتر خاص دارم، من نوشتم که اینا رو در اختیار بچه ها قرار بدم. البته گفتم من به هدفم این بود که به قولم عمل کنم، احتمالاً دیگه از این به بعدم ادامه پیدا نمی کنه این قضیه، من قولم عمل کردم و تمام، حال شما استفاده کردین لذت چم بردین قطعا. این از این مورد، پس این از موضوع یوتیوب و مواردی که خدمتتون آماده کردیم، حالا امیدوارم که البته در خور شما باشه که نگاه گرم شما به این قضیه اختصاص داده شده. آیتم بعدی در رابطه با چی سرچ کنم که خیلی مبحث بزرگیه، خیلی سوال بزرگیه، این کلا مباحثی که اینجا تو این صفحه میبینید مباحثیه که باید خیلی قوی بشید و این کار رو من تو 1 سال رو هر کدومش کار کردم، داشتم که
خیلی راحت بهتون بگم که مثلا دانشون که اینم مثلا بهش کمک کرده بودم، انقدر دوره بحثم براشون داده بودم، انقدر بهشون کمک کرده بودم تو هر زمینه، ولی تو اومدم گفتم خب فلان کارو بیا برام انجام بده، چی گفت؟ گفتش که استاد حالا یک مقدار سرچ کنید اوکی پیدا میشه، بررسی میشه. خب آخه مثلا بیا بگو چرا انقدر تفره میری، دنبال چی میگردید؟ حالا در صورت من واقعا دلخور نیستم از هیچ کدوم از اون عزیزان، از هیچ کدوم از بچه های قدیم هم حتی، و در کل مواردی که اینجا هستش بسیار مهمه که طی یک سال من دونه دونه بررسی کردم هر کدومش. نحوه ایمیل زدن خیلی مهمه بچه ها، روشش، کار باهاش، نوع انگیزه نامه نوشته. من شاید نزدیک 50 تا انگیزه نامه مختلف نوشتم، همش خط زدم، آخریش حالا اوکی شد، باب دل خودم نشست، حالا با چند نفر صحبت کردم. نحوه برقراری تماس با کارفرما که چطوری باش صحبت کنی، انجام مصاحبه رو که هم دیگه داشتیم خدا رو شکر خوبم بود. ساخت کاور لتر خیلی مهمه. من برمیگردیم به فاقونگای خودمون، قرار بود آخر صحبت کنیم. من ایمیل میفرستادم اون اوائل چند تا بچه ها به من گفت بودن ما ایمیل که میفرستیم جواب نمیگیریم. گفتم بذار من بفرستم ببینم چجوری فرقی میکنه. ایمیل ساده، خیلی ساده، 20 تا فرستادم. از این 20 تا 10 تاشون عملا جواب دادن، 10 تاشون جواب دادن، 5 تاشون جواب مثبت دادن، 5 تاشون مصاحبه شدن، به مصاحبه این رفت، یعنی ترمین میخواستن یه زمان ترمین، 10 تاشون اوکی بود دیگه. از این 20 تا خب 10 تاشون مثلا رد شد، یعنی هم شبیه به هم بود. بی برو برگرد الان حاضرم براتون نشون بدم. حالا این برگرده به سوال دومی که نمیدونم حالا کدومتون، فقط من نوشتم که یک نفرتون پرسید که آگهی موسا بودش که فکر کنم گفت چیز داده، و در جواب ببخشید من این انتها صدام گرفته یکم، و در جواب ارزم به خدمتش که پیگیری اونا الان باز بدارن همون آگهی میکنن. دوستان اونا وقتی که اینطوری دارن دوباره آگهی میکنن، کاملا تو آیتمو گذاشتن روی ربات، داره ربات انجام میده. من دیگه سیر تا پیاز اینا رو در آوردم. دلایلش هم قوانین سال گذشته شرکت ها بوده. سال گذشته، دو سال پیش، الان جایی اینجوری دیگه نیست. سال گذشته اینطوری بودش که شما مثلا میخواست طرف عموش بچه خواهرشو از توی نمیدونم یمن بکشه بیرون یا از تو ایران بکشه بیرون، شرکت میومد چیکار میکرد؟ یک چیزی میذاشه، اشتله میذاشه برای مردم که بتونن استفاده کنن. خیلی هم عالی حسین جان رفت. بعد شما چیکار میتونید کنید اونجا؟ اینجاست خیلی مهمه. به خود ناامید میشی که ای بابا برای چی این جواب ما نداد، اون یکی برای چی فلان نکرد. اما دوستان این اصلا رباته، شما هم اصلا اون ایمیل ها رو دریافت نمیکنن، هدفشون یه چیز دیگه است، دارن دریافت میکنن ایمیل های شما رو. تا میتونید ایمیل بفرستید، حالا من از شانس هم نیست فرستادم، ولی خب من رزومه هم قویه، یعنی خب شخصا. اما خب موضوع اصلی جایی جذابتر شد که کاور لتر متفاوتی ارائه کردم. این کاور لتر خیلی ترتمیز، به جای زبان انگلیسی هم نوشتمش. حالا ببین چند تا اومد، مثلا چند برابر شد آیتم ها، و یه جور دیگه باهات برخورد میکردن. یعنی یه جور دیگه شما وقتی مصاحبه میکنی، صحبت میکنی، نامه‌ای که به درخواستی که میدن یه جور دیگه بود. پیام ها همه میشد به جای ایمیل زدن چت میفرستادن برام، پیگیری میکردن. آقا نمیشه یه ترمیم نشد، شما برنامه‌تون چیه؟ لطفاً به دیگه رو نرید. ببین براشون مهمه، تو دانش داری، براشون خیلی مهمه، ولی به شرطی هم درست این مواردی که تو این صفحه میبینید رو درست انجام داده باشی. و
ساخت پورتفولیو واقعا مهمه برای معمار، باید پورتفولیو حرفه‌ای داشته باشه. حالا آموزشش هم که گفتیم توی سایت رایگانم هست. و حالا متخصص بیای مدلر که حالا خانم منصور خانم گفتن دیگه، حالا اوشون هم خوب بدن توی این زمینه. شما باید توی این زمینه متخصص بشید. حالا برمیگردیم به چی سرچ کنم، میکنم میتا یا حالا مهسا، هر دو تاشون فکر کنم همین سوالو پرسیده بودن. البته ملیکان فکر کنم گفت چی سرچ کنیم. حالا چرا باوت سایشنا نمیدونم سرچ نکنیم، نمیدونم چرا آرشیتکتوا یا آرشیتکتوغین سرچ نکنیم. دوستان شما به عنوان یک معمار توی آلمان حتی در حد ارشد هم باشید شناخته نخواهید شد، نمیشید، ولی کافی یه سال اونجا کار کنید، بعد شما میتونید به عنوان آرشیتکتوا اشتغال کنید. چون باید یه سری کتاب بخونید، من کتاباشو دارم، خیلی دوست داشتم که یک جلسه ای رو کلا در اون رابطه بذارم، خیلی دوست دارم، علاقه دارم به این قضیه، ولی خب تعداد کسانی که تو این جلسه شرکت کردن خیلی کم بودن، حتی کسانی که تو گروه هستن حتی نیومدن و خیلی عجیبه برای من. و به خاطر همین شاید برگزار نشه احتمال خیلی زیاد، و شاید به قول خودمون میگن اگه یه قیمتی بذاری برای یه چیزی همه با سر میان. حالا اون مواردی که خدمتتون میگم بعد بحث سرچ کردن، شما باید نسبت به تخصصی که توی ایران، حالا اگه کسی از ایران میخواد درخواست کنه یا حالا اگه از آلمانی، نسبت به تخصصی که دارید، تخصص شما چیه؟ تو اجرا بودین. خب اینجا شما به عنوان یک فرد اجرایی میدونید دنیاش متفاوت، اصلا اجرایی که توی آلمان هست توی ایران متفاوته. شما باید رو بیارید بالا به نرم افزارها و به عمومتر از اون BIM و رو بیارید به این سمت که آقا من مثلا انصار آشکت میخوام یاد بگیرم، رویت میخوام یاد بگیرم، حالا اینو یاد بگیرم به انتها برسونم، نه که وسط باشه که آقا من بلدم، رفته یه خیلی به واسه رفته یه پکیج فکستانی خریده و تمام. من خود خیلی از دانشجو خود منم الان دارم پکیج میدن بیرون. خب شما میای با اون میگه آخ چون من حرفه‌ای شدم، بعد میای چه اتفاقی میفته؟ میای میبینی که خیلی ضعیف داری عمل میکنی. متوجه شدین چی میگم؟ منظور من اگه متوجه بشین خیلی بزرگی دارم میگم. پس شما باید برید تو تخصصتون. آقا من تخصص من آرشیکت کار، من اتوکت کار خیلی خوبی هم، فقط کت سرچ بزنید، حتی تو آلمان هم هست، نگران نباشید. آرشیکت کار خیلی حرفه‌ای هم، آرشیکت، فقط آرشیکت سرچ بزنید، هیچ چیزی دیگه سرچ نزنید. تو قسمت سرچ ها بعد شهرتون هم میتونید انتخاب کنید، هر شهر گهالتش فرق میکنه، برید توی گهالت دی ای های چند تون حسین گفت، چند تون دیگه از این گفتن، برید اونجا سرچ بزنید ببینید چقدر، مثلا چقدر یک مینیموم داره یه ماکسیموم داره، شما باید بین اونا رو در نظر بگید. خیلی راحت توی جلسه میگید آقا من مینیمومم، مینیموم این رشته این شغل اینقدره، یعنی بدون شما تحقیق کردید مینیموم این اینقدره، ماکسیموم اینه، شما بر اساس دانشی که من دارم نظرتون چیه، ببینید چقدر میتونید دارم بدید. خب الان نگاه توپو انداخت توی زمین اونا، حالا اونا سوال میپرسن، یعنی اونا ذهنشون درگیر میشه، میگن او به نظر من ما این حقوق، میگن ما بر اساس اطلاعاتی که شما به ما دادین حقوق که برای شما در نظر میدیم 4000 یورو 5000 یورو، بعد شما حساب میکنید میگی 5000 یورو از میانگین یه مقدار بالاتره، خب خوبه این، اما بهشون اوکی نده، بگو بسیار عالی، من حتما در حالا جلسه بعدی یا تلفنی اینکه بهتون ایمیل رو هم داد و نظر نهایی خودم رو بهتون اعلام میکنم. هم حالا کلاس نذاشتی من چون میری، حالا نسبت به اون 4-5 تا مصاحبه قبلا کردی با بقیه کارفرماها تصمیم میگیری جای بهتر کجا زندگی کنم، کدوم مکان بهتره، کدوم فضا بهتره، افقونگ خودم اینقونگ. اتفاقی که افتاد این بودش که من اولین دستگرمی بودم رفتم، خب به عنوان کسی که سالها مدرس بود و فلان خیلی
دست گرم خودمو نمیگرفتم، اما ترس داشتم، زبان خیلی قوی نداشت. 6 ماه پیش این قضیه زبان بلد نبودم، ترس داشتم از این قضیه، ولی با قدرت رفتم جلو و صحبت کردم و مثل موارد رو گفتم و خیلی رک به من گفتن شما زبونتون افتضاحه، دوستان رو زبونتون کار کنید. ولی ما عاشق کارهای شما شدیم. ترحال من نمونه عملاته بهشون چون میدادم کارهایی که کردم و خیلی دوست داریم که شما رو در اینجا ببینیم. حقوقتون چقدر؟ گفتم هر چقدر شما سلام میدونید. دقیقا این چیزی که فکر کنم چیز بوده کی گفت نمیدونم اداره کار چقدر میگه همونقدر درسته؟ من همینو گفتم، دانشی نداشتم، اطلاعات نداشتم، چیزی ندیده بودم و اتفاق افتاد این بودش که اونا خیلی خوشحال شدن، گفتن که الان یه نیروی حرفه‌ای رو داریم میگیریم، تازه جاب آفر هم نمیدیم، چون من بهشون گفتم جاب آفر لطفا قرارداد به من بدین و بعد گفتم جاب آفر به من بدین، قرارداد به من بدین، ولی گفتن ما خیلی علاقمندیم که شما رو بیام از نزدیک ببینیم. به من گفتن چون مطمئن میخوام بشم باید به من اینو حتما به من اوکی بدین و اینا، گفتن که ما براتون کاراتون رو انجام میدیم. برای چی؟ جاب زوخته که من اونجا برم، حالا اونجا قرارداد بدن، ولی مطمئن اون میشه گفت اعتماد به من داد. اما زبان من خیلی خوب نبود و خیلی راحت بهم گفتن. خب پس اینم از این مورد. در مورد آگهی دوباره صحبت کردم، چی سرچ کنینم که صحبت کردم، از ایران چطور جواب فر بگیرم هم حدودا صحبت کردم، گفتم باید مواردتون خیلی قوی تر باشه و حالا افتیف کنم ملیکا بنده خدا رفت، این سوال اون بودش، یه مدار بخواستم بیشتر تو کل نظام مهندس کلن لایستون فازهایی که توی آلمان هستش متفاوته. باید چیزی که شما در موردش میخواین جاب بگیرید رو خوب سرچ کنید، در موردش اطلاعات کنید و به نظر من همه ایرانی ها ارزششون خیلی بالاتر است. خیلی ها هستن که هندی و نمیدونم فلانن، خیلی خیلی ارزششون بالاتره. قدر خودتون رو بدونید و شکرگزار نعمت خدا هم باشید. اگه امری نیست که از حضورتون مرخص بشم، اگه سوالی دارید بپرسید. جناب مهراد، من یه سوالی جناب موسی پرسیدن، میتونم جواب بدم در مورد اینکه ایمیلشون هنوز بهشون هیچ پاسخی ندادن؟ آره خب من که گفتم، ولی خب شما بگو باش. آره کلن یه اصلی که دارن میگن نهایتا تا 2 هفته صبر کنه، حالا بعضی شرکت ها هم تا 4 هفته هم طول میدن، ولی خب متداولش تا 2 هفته است. بعد از 2 هفته یه ایمیل فالوآپ شما میتونید برای اون شرکت بفرستید و این حق مسلم هر مصاحبه شونده ایه و شما یه ایمیل خیلی، حالا اینم دوباره چارچوب خودش داره ایمیله، شما تحت یه ایمیل برای شما اونها میفرستین و اونها موظفن به شما جواب بدن که حالا نظر مثبت یا منفی شد. من خودم هم دقیقا برام همچین اتفاق افتاد. مصاحبه دومم من 3 هفته گذشت و هیچ جواب